بازی ارتش سری بازی استبدالی نقش مخفیه که با 10 بازیکن شروع میشه. از این 10 تا 3 تاشون جزء گشتاپای بازی یعنی یا همون ساید منفی، یعنی کسلر، راینهارت و گشتاپو. 5 نفرشون هم پارتیزانن و جزء ساید مثبت بازی یعنی کرتیس، دوتا مامور نجات، دکتر پاسکال و خلبان. دوتا بازیکنی که میمونن مشتریای بازی ان که تو شروع بازی سایدی ندارن و بی‌طرفن. تو این بازی 7 تا اسلحه داریم که 3 تاش دست گشتاپای بازی، 3 تاش هم دست پارتیزانا. یه دونه اسلحه ای هم که میمونه دست صاحب کافه یا همون گرداننده است. حالا ببینیم هر نقشی چه قابلیتی داره. بیایم سراغ گشتاپا. اول از همه رئیس گشتاپا کسلر. کسلر نقش خیلی جذابیه چون میتونه تو گفتگوهای خصوصی دروغ بگه و یه جلیقه نجات هم داره. کسلر یاراشو نمیبینه ولی یاراش یعنی راینهارت و گشتاپا اونو میبینن. راینهارت بازی اون تو وضعیت اضطراری چشماشو باز میکنه و اگه بتونه نقش یکی از بازیکن‌ها رو به گردنده اعلام کنه اون بازیکن از بازی خارج میشه. و گشتاپای ساده بازی که قابلیت خاصی نداره ولی مثل بقیه گشتاپا مسلحه. تو پارتیزانا فرماندهشون کرتیسه. کرتیس نقش کلیدیه به خاطر اینکه 3 تا از نقشای اصلی بازی رو با هم میبینه، یعنی دکتر، خلبان و کسلر، ولی خب از هویت هیچ کدومشون با خبر نیست و در طول بازی باید تشخیص بده که هر نقش برای کدوم بازیکن. دو مامور نجات قابلیت خاصی ندارن ولی اسلحه دارن. دکتر پاسکال میتونه تو کل بازی 2 نفر از شلیک نجات بده. و خلبان بازی که تقریبا بازی حول محور اون میچرخه چون همه اونو زنده میخوان، باید مواظب باشه هویتش فاش نشه. خلبان هم مثل کسلر جلیقه نجات داره و تو گفتگوهای خصوصی میتونه دروغ بگه. در ضمن خلبان اسلحه نداره ولی میتونه فقط از ساید مثبت بازی اسلحه بگیره. تو ارتش سری 2 تا وضعیت اصلی داریم، وضعیت عادی، وضعیت اضطراری. وضعیت عادی بازی هر کسی تو نوبتش صحبت میکنه و اگه دلش خواست یکی از این دوتا کار رو انجام میده. از توکن گفتگوی 0900ش استفاده میکنه و یکی رو به گفتگو دعوت میکنه. تو گفتگوی خصوصی کسی که دعوت میشه باید صادقانه سایدشو بگه، البته به غیر از کسلر و خلبان. اتفاق مهم دیگه که تو گفتگوی خصوصی رقم میخوره اینه که شما میتونین اسلحه رد و بدل کنین، همون اسلحه ای که دست گرداننده است. یعنی اگه مشتریای بازی با یکی از نقشه اسلحه دار به گفتگو برن، نقشه اسلحه دار میتونن اسلحه گرداننده رو به اون مشتری بدن و اونو به ساید خودشون دعوت کنن، چه گشتاپو چه پارتیزان. دومین کاری که میتونید تو نوبتتون انجام بدین شلیک کردنه، البته اگه اسلحه داشته باشین. تو روز روشن جلوی چشم همه به یک نفر شلیک میکنین. به محض اینکه تیر زده بشه وارد وضعیت اضطراری میشین و همه چشماشون رو میبندن. دکتر بازی تصمیم میگیره اون شخصی که به شلیک شده تو بازی بمونه یا از بازی خارج شه. فارغ از تصمیم دکتر، اون شخص فرصت داره دکتر رو درست حدس بزنه. اگه این کارو بکنه تو بازی میمونه و از تعداد سیوای دکتر کم میشه. وضعیت اضطراری. اگه توی دور بازی هیچ کس شلیکی انجام نده، در انتهای دور به وضعیت اضطراری میریم. تو این وضعیت رای گیری با چشمای بسته انجام میشه. اگر بازیکنی نصف یا بیشتر رای بیاره از بازی خارج میشه. هر 2 نفری هم که از بازی خارج میشن، گرداننده موظفه بدون هیچ ترتیبی ساید اونا رو اعلام کنه. هدف کلی بازیکن‌ها تو ارتش سری اینه که ساید مخالفشون رو از بین ببرن و خلبان رو زنده از کافه خارج کنن. پارتیزان‌ها میخوان خلبان رو نجات بدن، گشتاپو‌ها میخوان خلبان رو دستگیر کنن. در این حال باید تلاش کنن مشتری‌ها رو به ساید خودشون دعوت کنن و تعدادشون رو بیشتر کنن. بازی تو 2 حالت تموم میشه. 1. خلبان کشته بشه که در این صورت سایدی که خلبان رو کشته بازنده بازیه. فراموش نکنید که خلبان یه جلیقه نجات داره. 2. تمام تیرای بازی زده بشه و رای گیری انجام بشه. میرسیم به سرشماری. تعداد هر سایدی بیشتر باشه برنده بازیه. اگر هم مساوی شدن گشتاپا بازی رو بردن. بازی ارتش سری یک بازی استدلالی استنتاجی گروهی است. این بازی جذاب فکری کاملا ایرانی است. اما مثل اغلب بازی های نقش مخفی یک داستان فرضی دارد. داستان و جهان فرضی بازی ارتش سری برگرفته از سریالی پرطرفدار به همین نام است که مربوط به وقایع جنگ جهانی دوم می شود. نبردی بین پارتیزان ها و ارتش آلمان نازی برای نجات خلبان ها. همه نقش ها در این بازی تصادفی تقسیم می شود. هر نوع تشابه نام و تصویر اتفاقی است. Thank you.
خانم آقایون سلام، امشب هم میخواییم بازی کنیم. امشب اینجا کافه کاندید بلژیک 1945. رفقای عزیزم اینجان، چه بازی بشه امشب؟ بله طوری شده، خسته کارم. جبهه متحدین از جنگ راضی هن؟ نگهبان بوده این، تا صبح نگهبان بوده. آره دیگه، آخره جنگ هم هست. یه تیر هوایی داره گوشش بزنی؟ نه بابا، این با این تیر هایی داره میشه. چرا یه تیر هوایی امتحان میکنیم دیگه؟ علی واقعا میخوای یه اصلت هن گلولت رو هدر نده تو بازی نیاز داره. شاید بیدار شد. این توپ شربلر هم بزنی بیدار نمیشه. چیزی نبود سروش جان، بخواب. چیزی مشقی بود. خب جدی باش. یکیمون کمه. میشه ممکنه گرفته باشنش به نظر. بعید ان شاء الله، ان شاء الله. اون حواسی کمتر از این حرف. هیتلر خودکشی کرده؟ نه معلوم نیست. نه لو دادم قصه جنگ جهانی. تو ازش خبر نداری؟ کی؟ کسلر رو. بابا کسلر رو. پس که لیگش تکو سایسی. من ایستاده به شما احترام میذارم. خواهش میکنم بفهم، خواهش میکنم بفهم، بفهم. با دست چپ. خوبی؟ آره عزیزم. سلام. سلام سرهنگ کسته، حال شما خوبه؟ خیلی خوش اومدید. متشکرم. ارادت دارم کارت شناسایی لطفا. خیلی ممنون. اینم خدمت شما. خیلی متشکرم. متشکرم. خیلی ممنونم. چقدر شاد، چقدر خوشحال. ببخشید من دیر کردم. ولی حرف تو این دست چپ نظامی جواب دادم بودم. خیلی متشکرم. ولی دریافت کردم. خواهش می‌کنم. یه حمله شده بود، یه خرابیایی به بار اومده بود. داشتیم تحقیق می‌کردیم که این خلبانی که حمله کرده پیداش کنیم با احتمالا مامورای نجاتش. داریم میگردیم دنبالشون. فعلا به اینجا رسیدیم تا ببینیم چی میشه. خیلی خوشحالم که میبینم اتون. پس الان گشتاپای صد شمایی. دنگ شما. با اجازت بفرمایید. اجازه ما دست شماست. اگه اینجا این رادیو رو روشن کنیم ما از اخبار خبردار میشیم. شما خودتون خبرین قربان. آقا مخلص چرین؟ از کجا که خود شما خلبان بازی نباشید. ممکنه. خواهیم دید. فینال اول. خانم آقایون، رفقای عزیز، به قسمت اول فینال ارتش سری خوش اومدید. قطعا شما جز شایسته ترین های این بازی بودید که اینجا تشریف دارید. رفقای شایسته دیگه ای هم هستن که در ادامه میبینیمشون، اما شماها قطعا درجه یک بودید. امشب ازتون توقع دارم یه کاری کنید ماندگار، یه کاری کنید که سالها خاطرش رو خودمون برای هم و بیننده های این برنامه برای هم تعریف کنن. به افتخار خودتون، قوی، پر انرژی. آقای سروش جمشیدی، چه نقشی دوست داری بهت بدم؟ سفید باشه، هرچی هست سفید باشه. آره و کرتیس رو خیلی دوست دارم، خلبانم خیلی دوست دارم. بی آقای جمشیدی خلبان بازی هستن. آره حداقل اینجوری که عقده‌ای نمیدن. تو خیلی یکی از بازی‌ها بهت فشار آورد نه؟ بازی آخر. آره دور مقدماتی. دور مقدماتی آره خیلی. الان خوبی؟ بهتری؟ آره مشکلی نه کرد. چون زمان خورده بهش آروم شد. شما همگی در دور مقدماتی جز شایسته ترین ها بودین قطعا، و شایستگان دیگری هم هستن که
که حتما به فینال خواهند اومد. اما این بازی هم خیلی مهمه، میدونین چرا؟ چون از این بازی یه تعدادی حتما راه پیدا خواهند کرد به فینال فینالیست هایی که چند فصل بعد برگزار خواهد شد. پس ازتون توقع دارم امشب اینجا رو منفجر کنید. رگ گردن میخوام، فریاد میخوام، به خاک و خون بکشید، استدعا میکنم. قبل از اینکه نقشه رو تقسیم کنم داوطلب میخوام برای سر صحبت. آقای راستاد، سر صحبت. آقای تشکر، شما بگید بازی از کدوم سمت بچرخه؟ قاعدتا هر کسی جای من باشه میگه که بازی از اون سمت بچرخه. پس آقای عزیز، بازی از کدوم سمت بچرخه؟ قاعدتا هر کی جای من باشه بگه بازی از اون بر بچرخه. حالا الان بین شما آقای تشکر بزرگترم. نه آقا، شما بزرگتر. من آقا تشکر، شما بزرگتر. از این بر بچرخه. هر چی شما بگید آقای تشکر. نه خواهش میکنم آقای عزیز، از این بر. نه نه آقا اصلا من هر چی بابا کسلر بگه همون کسلر بشه نفر آخر. بله. درست گفتن دیگه؟ بسیار خوب. درست آقا؟ خیلی من. این هم پس توافق شد. این داستانم انجام میدیم برای اینکه شاهده ای خدای نکرده پیش نیاد. آماده میشین برای وضعیت معارفه، اعلام وضعیت اضطراری برای شناخت نقش ها. آماده میشیم برای اعلام وضعیت عادی. ترن معارفه آغاز میشه. در این ترن چالش نداریم. سر صحبت آقای رامین راستاد، انتهای صحبت آقای تشکر، بفرم. سلام و ارادت خدمت دوستای نازنینم، فینالیستای قدر. خوشحالم که باهاتون تو فینال بازی میکنم. برای اینکه بازی بچرخه اولین نفرم خب شرایط سختی هم از هیچ کی هم حرف نزده، ولی به سیس آقای سلیمانی میاد گشتاپو باشه رفتاراش و سروش جمشیدی عزیزم فعلا به چرخ تا دست بعد. خداداد عزیزی هستم، خوشحالم در خدمت شما. من با توجه به اینکه سروش اسم بسیار قشنگی روی آقای تشکر گذاشت، من فکر میکنم که حسی ها من کلن اصلا بابا کسلرمون اینجا باشن. با اجازتون من به شما تارگت بزنم. خیلی ممنون. کوروش سلیمانی هستم و نه به خاطر اینکه برگردونم، چون بازی تو دیدم در گشتاپو فوق‌العاده ای. یک دو تا دیگه هم داشتیم، مثلا امین زندگانی، مهدی سبایی، اصلا گشتاپو بازی درجه یکی بودی. تو هم واقعا فوق‌العاده بودی. همین در مورد این میز خودمون نه، ولی سروش عزیز رو من فعلا 50% و خانم قلی‌خانی به جهت کسلر با شکوهی که بازی کردی سپاسگزارم. آقای حسین رفیعی. حسین رفیعی هستم. بله منم میخوام تارگت داشته باشم ابتدای بازی به صورت حسی،
میز خانوما رو تارگت داره ولی دقیق نمیتونه. حسی میگم که یک گشتاپو از این میز بیرون خواهد اومد و قطعا پیداش خواهم کرد. میز روبروی خودم عباس جمشیدی همجور حسی احساسم اینه که یه همچه اتفاقی میفته. در مورد میز کوروش عزیزم و آقای خداداد نظر خاصی ندارم. آرزوم اینه که رفیق قدیمی و دوستم که در کنارم نشسته همسایت من باشه، با هم بازیمون بشه، ولی فعلا نظری نمیدم تا صحبت ها رو بشنم. متشکرم سروش جمشیدی عزیز. خب سلام به همه. سروش بازیم، خوشحالم که تو فینال دارم شما دوستان عزیزم رو میبینم و کنارتون بازی میکنم. امیدوارم که خیلی بازی جذاب بشه. برعکس اینکه من خودم در بعد ورود یه عنوانی رو اطلاق کردم با آقای تشکر، ایشون فعلا برای من سفیدن، ولی شما که اومدی و از این عنوان یه برداشتی کردی و انداختی وسط، شما فعلا روی، یعنی جز به کسانی هستین که روی شما مشکوکم. اینور خانم مهرابی، روی ایشون هم من مشکوکم و عباس هم یه مقدار حس میکنم مدلش تغییر کرده. فعلا روی این سه نفر من مشکوکم. خیلی ممنون. سرکار خانم مهرابی. سلام، من آشا مهرابی هستم. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. به سنت همیشه هم هیچ تارگتی ندارم دور اول. متشکرم. سلام، شبنم قلی‌خانی هستم. خوشحالم که بار دیگه میبینمتون و با هم دیگه قراره یه بازی خیلی خوب داشته باشیم. راستش منم به خانم مهرابی با جمله‌ای که گفتن مشکوک شدم و همچنین توی اون میز هم به آقای جمشیدی. خیلی با بنده کفشتون بازی میکنید. من همیشه با همه چی بازی. متشکرم خانم دهقانی. سلام، مهیا دهقانی هستم. خیلی خوشحالم که در فینال مجدد کنار شما هم. من خب تارگت هم اعلام کنم. آقای راستاد، از این میز آقای سلیمانی و از این میز آقای رفیع. یک مقدار بهتون مشکوکم ولی نمیخوام تارگت هم بشین، فعلا حواسم زیر چشی بهتون هست. این ورم بین خانم قلی‌خانی و آقای و خانم آشا مهرابی یکم مثلا، ولی خانم قلی‌خانی ایشون که حرفی نزدن توی دستای اولی که ما بازی میکردیم، ایشون واقعا تارگت نمیزدن. این برای من خیلی متشکرم. سلام دوستان، خسته نباشید. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. من مثل همیشه دوست ندارم مثل خیلی از دوستان الکی تارگت بزنم. چرا؟ نشستیم دورم داریم ماستمونو میخوریم، حالا باید بازی بچرخه تا بعد ببینیم چه اتفاقاتی پیش میاد. سپاسگزارم انتهای صحبت آقای تشکر. منم سلام میگم، امیدوارم که همگی خوب باشین. خیلی خوشحالم که اینجای بازی شما رو میبینم و خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. دور اول معمولا معارفه است، خیلی تارگت نمیشه زد مگه اینکه به هر حال یه حرفی بزنی که بعداً بخوای ازش استفاده کنی، اونم فقط به یک دلیل که نقش خودتو دیده باشی. بنابراین من فعلا خیلی تارگت بک هم فعلا نمیخوام بکنم، ولی توی ترن اول حتما در خدمتتون هست. سپاسگزارم. اعلام وضعیت اضطراری بفرمایید. این سه نفر که اسم میارم لطفاً فقط لایک هاشونو بالا بیارن بدون اینکه ماسک هاشونو بردارن. کسلر بازی لایک بده. خلبان بازی لایک بده. دکتر بازی لایک بده. کرتیس بازی ماسکشو برداره. این سه نفر رو ببینه. متشکرم. خلبان و دکتر لایکشونو بندازن. لایک کسلر بالا بمونه. دو گشتاپوی بازی ماسکشون رو بردارن. گشتاپوی ساده و راینهارت.
راینهارت لایک بده، گشتاپوی ساده لایک بده، متشکرم. کسلر لایکشو بندازه. دو مأمور نجات لطفاً لایک بدن. و دو مشتری بازی لایک بدن. متشکرم. اعلام وضعیت عادی. دور اول بازیه. آقای راستاد سر صحبت هستن. توضیح این که شما در این دور اجازه استفاده از پلاک 0900 گفتگوی خصوصیتون رو دارید و همینطور استفاده از شلیک. همه بازیکنان مشروط بر اینکه اسلحه داشته باشید البته. بفرمایید. چالش دوستان. خب من روی تارگتم روی سروش عزیز همچنان هستم. آقای تشکر هم یه کم برای من به نظرم، من آقای تشکر رو میخوام به گفتگو دعوت کنم. تایید میشه گفتگوی اول این دور لطفاً پلاک 0900 گفتگوی خصوصی بفرمایید. تأکید میکنم که آقای تشکر در این گفتگو اگر کسلر یا خلبان باشن حق دارن دروغ بگن و من دروغ ایشون رو هم تایید خواهم کرد. بفرمایید. باقی نقشه ها باید صادقانه در مورد سایدشون صحبت کنیم. خسته نمیشه. تایید میشه. اصلا میتونم بزدم. اصلا قدرت اصلا گرفتم داریم اون موجود. مثلا عرض من اون رو جزئیات سایت من میکنم اصلا ایشون فرانسه بلژیک هست صحبته فرانسه بلژیکیه. بله شیفتی هنوز به اون نقل و نخال پاله نرسیدم جونم. یه نقل یه نقل پاله میگم. مسیو سیو پلی سایه سیلانسیو جی ووز اوی اورتی اوان شما اینجا داریم. من شما فکر میکنم شما آدم مناسبی رو نمیدید برای گفته بود کلام پایینی بله بس هستم بله بسیار بله من همین سوال نیستم ولی اونو میگیرون ازم ترجمه اینه که یه خورده بریم جلوتر. اگر قرار شد که من به شما رو برای گفتگو دعوت کنم اونجا مسئله اونجا یه تصمیمات جدید بود. پایان گفتگوی آقای تشکر و آقای رامین راستاد. لطفاً دوستان قاعده اتاق 0900 رعایت کنید. هیچ دیتایی از این اتاق به داخل بازی نیارید. چالش؟ من فکر میکنم که اگه صبر کنیم صحبت‌های رامین و آقای تشکر یه توضیح بدن، چون یه مقدار رامین من مشکوک میشم به اینی که شما محکومش میکنی بعدم میبریش اتاق مذاکره. دوست دارم بشنوم تو ترن بعدی که واقعا راجع به آقای تشکر چی میخوای بگی. راجع بقیه هم نظر خاصی فعلا ندارم چون دور اول همه فقط گفتن حسی و رو حس هیچ وقت به نظر من نمیشه حساب کرد. سپاسگزارم. آقای سلیمانی خب طبیعتاً گفتگوی تعیین کننده بوده برای من، هم مهم هست که بدونم چه اتفاقی افتاده و اینکه روشن بشه دعوت به گفتگو میکنم رامین راستاد. متشکرم. تایید میشه.
اتاق 0900 گفتگوی خصوصی و امن. فرض میکنم که آقای راستاد اگر در این گفتگو کسلر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن و من دروغ ایشون رو هم تایید میکنم. تایید میشه. مشتریه یا نه؟ من میتونم چیز بگم؟ و قدیه هم هستیم. من که تبریک میگم به تو. متشکرم. بفرمایید. پایان گفتگوهای این دور. طبیعتاً تا پایان دور کسی حق استفاده و خرج کردن پلاک 0900 رو نداره، اما هنوز شلیکی در این دور اتفاق نیفتاده. نوبت صحبت آقای سلیمانی بودن. آقای حسین رفیعی بفرمایید. با احترام همه دوستان عزیزم، آقای رامین راستاد عزیز دست اول بازی تارگتاشو میزنه و با یک نفر به گفتگو میره. چند سناریو مطرحه. میتونه ایشون مشتری ساده‌ای باشه که با حدسش دنبال سایت میگرده. بعیده که یشتپایی باشه که اول بازی با تجربه‌ای که داره بخواد کسلرشو ببره که بخواد اطلاعات بده. پس من فرضو بر این میذارم که مشتری ساده‌ای هست که سایت گرفته. حالا اینکه چه سایتی گرفته با پارتیزاناس یا با گشتاپوس از گفتگوی آقای سلیمانی و آقای راستاد خیلی چیزهای خوبی بیرون میاد. آقای سلیمانی با این گفتگویی که گفتن برای من فعلا سفید میشن، چون اگر گشتاپوی بود که کسلرشو دیده بود خیلی به ندرت پیش میاد که الان بخواد متوجه بشه که اون مشتری ساده گشتاپو هست یا خیر، قطعا میموند و منتظر میموند. آیه خداداد عزیز از گفتگوشون استفاده نمی کنن. شما رو برای من یه نقش مهم بازی میکنه که فکر میکنم منتظری ببینی چه اتفاقی میفته و بعد از گفتگو استفاده کنی. این تا اینجایی بود که من گفتگوها رو شنیدم و نظرمو دادم، ولی من هم مثل دوستان دیگه دوست داشتم از گفتگو استفاده کنم، ولی خب گفتگوها تموم شد. مثل دوستان دیگه سعی میکنم که گفتگو دوستان رو ببینم، بعد چون هنوز بانوان محترم و سروش عزیزم صحبتی نکرده نظری ندارم، ولی فقط در مورد سروش جمشیدی عزیز تنها کسی بود که 3 تارگت قاطع زد و عموما کسی که پارتیزان هست انقدر با قاطعیت به دیگران تارگت میزنه، برای منو سفیدش میکنه. متشکرم. بفرمایید. خیلی ممنونم که منو سفید کردی. من چیزی که هست موافقم، الان نمیخوام بگم که دارم حرفای اونو تکرار میکنم، حرفای حسین جان رو تکرار میکنم، ولی موافقم که گشتاپو تو گفتگوی اول، اونم اول بازی به دست اول نمیره که این، یعنی خیلی فکر میکنم یه ذره ناشیانه است. من احساس میکنم بیشتر فضای این دوتا گفتگو به سمت و سوی این که یه سری نقش ها دیده شده یا حالا یه آگاهی های این چنینی ممکنه رد و بدل شده باشه یا حالا یه اسلحه‌ای هم رد و بدل شده. فعلا تا مطمئن نشیم نمیتونیم چیز نظری بدیم. آقای عزیزی، شما وقتی که نجاتی خیلی خیلی منفعل تری. الان شما فا شدی فقط یک کلمه گفتی، یعنی یه جمله گفتی، گفتی منتظر میشیم، هممون منتظریم گفتگوی اول معلوم بشه دربارش حرف بزنن و هیچی دیگه نگفتین. حالا یا یک نقشی هستین و یک سمتی دارین که خب خیلی نیازی به این شلوغ بازی‌ها نیست،
یا اینکه نه اونور فعلا گشتاپو منتظریم ببینین که چجوری میشه از آب گلالود ماهی گرفت و یا آب. من هنوز رو شما مشکوکم ولی نمیگم قطعی. این یعنی چی؟ این نمکتونو که گشتاپو نیستین یعنی؟ آره خیلی باش، خیلی امیدوارم که. و یه مقدارم الان بعد از گفتگوهایی که انجام شد، چون اون سری من قبل از گفتگوهام تارگت زدم، یه مقدارم الان خانم دهقانی روی شما مشکوکم. متشکرم از مدل بازی کردن. متشکرم. بفرم خانم مهرابی. ممنونم. تا فکر کنم منظور شما این بود که وقتی که نجاتن خیلی فعالترن، چون فرمودین منفعلتر. برام فقط جالبه که چطور آقای جمشیدی فر عزیز به من 7 گلوله نخواستن شلیک کنن، از این بابت به فال نیک میگیرم. چرا آقای رفیع بلند شدن و یه دور تمام قوانین بازی رو بر ما تعریف کردن در حالی که فیناله و ما احتیاج به این همه اطلاعات الان نداریم؟ برها قدردان شما هستم برای مرورش. تعجب میکنم که چطور منو به گفتگو نبردین آقای خداداده عزیز و چطور تارگت خاصی نداشتین. به شبنم عزیزم مشکوکم. متشکرم خانم. بفهمه جواب شما رو بدم دیگه. دوست نداشتم. میخوام سب کنم دقیقا با حرف سروش، میخوام ببینم چه اتفاقی میفته و دلیلی هم نمیبینم. شاید در دور مقدماتی گاهن نقشی داشتم که خیلی زود راجبش صحبت کردم، شلوغ کردم و نقشم رو شو کردم. الان دوست دارم بشینم، دوستم ندارم شما رو ببرم مذاکره، اصلا هم نمیبرم. هر موقعی دلم خواست از این استفاده میکنم و همینی که هست. تارگتی هم ندارم، میخوام ببینم کی زورش بیشتره. همینجا میشینم فعلا. بفرما بابا. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اعصاب هم ندارم. اینو متوجه شدم. گردن کلفت آقا جرو بس. نه 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 نه، گردن این است، اعصاب ندارم. اصلا تو تیم ملی هم به هیچ کی پاس نمیدادی. همون باقم اعصاب ندارم. چرا باز میکنم رفت تو دروازه با بفرم. اصلا آقا مشکلی که با زد و خورد حل میشدم بیخود جرو بس نمی کنی. خیلی مخلص، خیلی مخلص. بفرم حال بخواهی. بله خب این که آقای راستا توی در واقع چی میگن توی تارگت اولشون به آقای جمشیدی یک تارگتی رو زدن ولی توی دوره بعد عقب نشینی کردن، این برای من جای سوال داره. و اینکه فکر میکنم که قطعا یک اسلحه رد و بدل شد در گفتگوی اول، فکر میکنم که آقای راستاد رو در واقع مسلح کردن که امیدوارم از گروه نجات این اتفاق افتاده باشه. ولی اینکه شما خانم مهرابی تا من به شما در دست قبل تارگت زدم شما تارگت بک میکنید، این من رو به شما خیلی مشکوک میکنه و منتظریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. سپاسگزارم. خب با احترامی که برای سرکار خانم مهرابی قائل هستم و لایک قشنگی که آقای راستاد به صحبت های خانم مهرابی دادن، من قواعد بازی رو به شهادت گرداننده بازی مطرح نکردم، استنباط شخصیم و سناریوی خودم رو مطرح کردم که من از اتفاقاتی که افتادی همچی برداشتی کردم. یعنی جسارتی نکردم که بخوام بازی رو آموزش بدم. حتی در مورد آقای خداداد عزیزی هم گفتم ایشون به عقیده من یه نقش مهمی دارن که تصمیم گرفتن نقشای دیگر رو حدس بزنن حالا. ولی من فکر میکنم با عکس العملی که نشون دادین شما، با تمام احترامی که براتون قائلم و لایکی که رامین عزیزم نشون داد بعد از گفتگوش، بعد از صحبت‌های دوستان تا حد زیادی دو سایت حتما معلوم خواهد شد. من فکر می‌کنم که کرتیس بازی تو دوره بعد دیگه نباید سکوت کنه، حتما باید یک کمکی به ما بکنه و فکر می‌کنم که اگر این اتفاقات رو دقیق نگاه کنه حتما به یک جنبندی خوب برای نجات پارتیزان‌ها خواهیم رسید. متشکرم. بفهم آقای رفیع، گفتم که ازتون فعلا 50-50 هم، ولی با حرفایی که دارید میزنید، ببینین همه مادر بزرگ خدا بیامرز منم الان اینجا بود میفهمید. خدا رحمت، خدا رحمت عزیزایی که الان گفتگو رفتن، یک اتفاق قرار بیفته و قطعا سایدی اتفاق افتاده، اسلحه جا به جا شده. چرا همش دارید این رو حرف میزنید؟ چرا تارگتاتون بعد شما چجوری آقای سلیمانی رو صد سفید میکنید؟ بر چه اساسی؟ مگه اینکه چشمتون باز شده باشه؟ بعد آقای رامین راستاد
ایشونو تو معارف سیاه کردن، آقای سلیمانی ایشونو بردن. شما حالا این بعد به گفته بعد آقای جمشیدی شما پشت دست ایشون بازی میکنین؟ شما بازی کردین، شما لایک دادین، شما به حرف ایشون لایک دادین قبل از اینکه به خانم مهرابی برسه. فعلا من همجور فعلا میخوام نگه دارم. جزاست فرم. این دوتا نکته رو میخوام فراموش نشه اینجای بازی که بدونیم بیراهه نریم. من لایک دادم برای اینکه شما گفتین که اینجا گفتگوی بازی کاملا ناشیانه است. چرا ناشیانه است؟ این حق من، دلم میخواد اولین لحظه استفادهش کنم. چرا؟ چون تا بخواد به من برسه دیگه اوه از آن مغرب و عشا میشه تا این هم آدم بخواد بگذره گفتگو به من برسه. حسین جان اینکه شما میگین ناشیانه است به نظرم نه، نوبتم بوده دلم میخواست این کارو بکنم. خانم قلیخانی کاغذ دارین؟ مداد دارین؟ من از سروش جمشیدی عقب گرفتم، معارفه تارگت کردم، ترن بعدش هم دوباره گفتم سروش جان ببخشید همچنان من رو تو مشکوکم. نه ببخشید که این تصور غلط ایجاد میکنه، من به شما همش یا دارین دروغ وارد بازی میکنین یا اشتباه کردین. سپاسگزارم. اگر دروغ وارد بازی کردین به شما مشکوکم. متشکرم. خب سلام مجدد به همه دوستان. رامین راستاد بهنامو میبره و بعد آقای سلیمانی رامینو میبره و آقای جمشیدی یه کوچولو به ایشون تارگت میزنه، بعد میاد به آقای خداداد عزیزی میگه که تو چرا حرف نمیزنی؟ تو چیکار داری که خداداد عزیزی حرف نمیزنه؟ برای چی اصلا این حرفو میزنی؟ چرا اول بازی میای یه حرکتی میکنی که بیایم هممون به تو مشکوک بشیم؟ بعد حسین رفیعی یه کوچولو میاد تو رو سفید اعلام میکنه. حسین رفیعی از نظر من سفیده، اما اگر بخواد طرفداری تو رو کنه پشت دست تو باشه، اصلا پشت دستش نیستم. من 50-50 پشت دستت هستم حسین. خب اما تو یک سوتی بزرگ دادی داداش. تو از رامین یه کوچولو اومدی رسیدی به خداداد. چرا؟ از نظر من رامین از نظر من 60 سیاهه، تو 80 سیاهی، خداداد 100 سفیده به خاطر حرکتی که کردی. من خیلی دوست دارم که به این نتیجه برسیم برای سروش رای گیری بکنیم. اول بسم الله بنزمش بیرون. متشکرم. چالش کسی میخواد؟ انتهای صحبت آقای تشکر هستن. چالش کسی میخواد؟ دارم برات. شما دوتا کلن دنبال اینی که همدیگه رو بنزیم بیرون نه؟ سروش جمشیدی فعلا برای من سفیده فعلا. حسین رفیعی منو داره با خودش میکشونه به سمت سیاه شدن. یعنی تو تمام اتفاقاتی که اینجا افتاد رو به ما گفتی، ما داریم نگاه میکنیم هممون. بعد به قول عباس چی میشه قبل از اینکه سروش حرف بزنه برات سفید میشه و بعد از اینکه حرف میزنم برات سفید میشه؟ بعد شما چی میشه که حسین رفیعی برات سفید میشه الان میگی؟ داری ببین وقتی کلمه سفید شدن میاری یعنی داری یه رنگی داری بهش میدی. هر چقدر کلمه سفیده، چرا نگفتی 50-50 سیاه؟ چرا میگه 50-50 سفید؟ حسین رفیعی تا اینجای بازی برای من سیاه هست به خاطر اینکه سروش جمشیدی رو نمیدونم بر چه اساسی سفید کرده و پشت دستش میخواهد بازی کند. ببین فقط و ببین دور اول سفیدهای بازی هستن که با احتیاط بازی میکنن، ولی همون دور اول سیاهای بازی هستن که دوست دارن برن قایم شن، که دوست دارن سفید کنن. فعلا من حتی راجع به آقای خداداد عزیزی صحبتهای سروش جمشیدی رو قبول دارم که آقا چرا هیچ صحبتی نکردی، چرا هیچ نگفتی، چرا جوابی دادی. فعلا تنها تارگت من حسین رفیعی. متشکرم. اعلام وضعیت اضطراری. راینهارت بازی بیاد بالا.
آیا میخواد امشب از یکی از قابلیتاش استفاده کنه؟ اگر راینهارت موفق بشه، فضای این دوتا گفتگو به سمت و سوی این که یه سری نقش ها دیده شده یا حالا یه آگاهی های این چنینی ممکنه رد و بدل شده باشه یا حالا یه اسلحه‌ای هم رد و بدل. راینهارت، میخوای انتخاب کنی کسی رو یا خیر؟ آماده میشیم برای رای گیری. سر صحبت آقای راستا تعداد آرا رو میشمارم. خداداد عزیزی، کوروش سلیمانی، حسین رفیعی، سروش جمشیدی، آشا مهرابی، شبنم قلی‌خانی، محیا دهقانی، عباس جمشیدی فر، بهنام تشکر، وضعیت عادیه و اعلام میکنم که اعضای کافه، مشتریای کافه تصمیم گرفتن در وضعیت استرس کسی از بازی بیرون نره. سر صحبت آقای راستاد بودن، یک و دو و سه سر صحبت آقای حسین رفیع، انتهای صحبت آقای سلیمانی. بفرمایید. من خب تکلیف بازی الان معلوم میشه. سفید صد صد من بردمشون تو داد. آقای سلیمانی متاسفانه برای من اون تو سیاه بازی کردن. بین ما بچه ها اشتباه نکنیم. کسایی که فکر میکنن قطعا اسلحه جا به جا شده، نشده. ما هیچ معامله ای نکردیم. با استاد من نمیتونستم معامله کنم، چون یک جوری بود شرایطمون که نمیتونستیم اسلحه بینمون رد و بدل بشه. آقای سلیمانی عزیز از من اسلحه قبول نکردن. گفتن فعلا ترجیح میدم صبر کنم. اسلحه از من نگرفتن برای اینکه تو ساید سفید بازی کنن. برای همین منو مشکوک کردن. به نظرم سایدشون سیاه بود و اونجا هم که نمیتونست به من دروغ بگه. ولی گفتش که فعلا ترجیح میدم اسلحه نگیرم. و اسلحه نگرفتن از ساید سفید یکم برای من شک برانگیز. خب ممنون جناب آقای راستاد عزیز. من فکر میکنم که پارتیزان اگه کمی باهوش باشن تا حدود 50% گوش بدین دوستان، بعد دروغ وارد بازی نکنین. تا حدود 50% نقشا و سایت ها لو رفته. جناب تشکر عزیز، من هیچ وقت نگفتم صد سفید من آقای سروش جمشیدیه. گفتم با بازی که کرد برای من سفیده، ولی منتظر میمونم تا گفتگو دوستانه بشنوم. آقای راستاد عزیز، دوست گرامی من، مرد شریف، هنرمند بزرگ، جناب آقای سلیمانی شما رو به گفتگو بردن. شما چطور حد زدید از گفتگوی با ایشون که ایشون سیاهه؟ اجازه میدادید اول ایشون صحبت میکرد؟ و خواهش میکنم از آقای سلیمانی، حتما از آقای جمشیدی یا سرکار خانم مهرابی چالش بگیرم و درباره گفتگوشون صحبت کنن. من معتقد هستم و اعتقادم اینه که شما شاید بتونید به چند نفر دروغ بگی، ولی به همه که نمیتونید دروغ بگی. به همین دلیل خیلی 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 مطمئن هستم که شما جزء گروه گشتاپو هستید. ولی برای اینکه سایت بعدی مشخص بشه و بدونم حتی گمانم هم درست شد، من خانم دهخانی رو به گفتگو میبرم. تایید میشه. پلاک 0900 آقای حسین رفیعی، گفتگو با خانم دهقانی. تاکید میکنم خانم دهقانی اگر در این گفتگو خلبان یا کسلر باشن حق دارن دروغ بگن. بفرمایید.
شما سایتت چیه؟ تایید میشه؟ گروه نجاتی؟ نه، یعنی میتونی اسلحه بدی؟ بله. مشتریه زمانی که به جا به جایی از دهی میرسی دیگه صدا هم رو دیگه من صدا از تو هم که اصلاحی نخواه نمیگم شما بگی چشم من مون بگه ساکت نمیشم مسیو اوکی با سپاس بسیار لطفاً در مورد آنچه در اتاق 0900 گذشت خانم دهخانی آقای رفی هیچ دیتایی به بازی ندید نوبت صحبت آقای سروش جمع شد بله بفرمین آقای سلیم آه خیلی خوب رامین جان اصلا دوست نداشتم در جایگاه تو باشم و برای اولین گفتگو تو رو ببرن و تو همین دورای اول ناچار بشی بگی که سیاهی من ایشون رو به گفتگو دعوت کردم من حتی اگه مشتریم باشم میدونن با سیاه خیلی دوست ندارم بازی کنم ولی خب من سفید بودم خیلی جستجو کردن که چی هم و اینا خب طبیعتاً دیگه وقتی گفتن سیاهن قضیه حل شد الان من با حسین بازی میکنم و با آقای عزیزی اون سمت فکر میکنم خانم مهرابی یه مقدار باید تعیین تکلیف کنید شما خانم دهخانی شما یه مقدار اگه سفیدی داشتید سیاه به سمت گشتاپو بازی میکرد حالا دلایلش رو بعدن میگم ولی دوستان گروه نجات یقیناً من مخلص رامین هستم ولی سیاه باید به زودی خارج شه گفتگوی تعیین کننده یه مهمی هم با بهنام جانم داشتن که توجه شما رو به این گفتگو هم جلب کنم متشکرم خب من میخوام که به شما اعتماد کنم آقای سلیمانی چون شما دعوت کردین از آقای راستاد عزیز برای این گفتگو میخوام به شما اعتماد کنم و باهاتون بازی کنم فعلا مگه اینکه خلافش ثابت بشه آقای عزیزی با شما هم بازی میکنم فعلا و اوکی ام خانم دهقانی من رو شما مشکوکم هنوز مشکوکم به خاطر مدل بازیتون، جنس بازیتون و حالتون که الان قشنگ آشناس برای من و احساس میکنم که شما رو هم که برای من سیاه کردن شما تلاش کردی که حالا یکی این وسط که احساس کردی سفیده رو یه موجی ایجاد کنی اگه بشه یه کاری حالا باشه انجام بدی وقتی ایشون فعلا قراره با ایشون بازی کنم اعتماد میکنم و شما برای من سیاهین رو آقای تشکر فکر میکنم فعلا و همین تا ببینم که چه جوری میشه مرسی شما سه نفر موافقید پس که ایشونو بکنیم بیرون خانوما موافقی؟ فکر کنم جریان بازی هم مشخص میشه دیگه مقدارش پس من فکر میکنم رای گیری کنیم شلیک نکنیم رای گیری کنیم رای گیری همیشه بهتر از شلیکه اسلحه‌هامون هم علاکی هدر نمیدیم من میخوام آقای عزیزی رو به گفتگو دعوت کنم. تایید میشه بفرمایید. ما نمیخوایم شما رو به گفتگو دعوت شما من میخوام باهاتون حرف بزنم. دومین گفتگو 0900 در این دور بنابراین در ادامه کسی نمیتونه از پلاک 0900 استفاده کنه. تاکید میکنم که آقای عزیزی در این گفتگو اگر خلبان یا کسلر باشن حق دارن دروغ بگن بفرمایید. شما صاحب شما چی دوست داری؟ من دوست دارم که
راست بگو من راست بگم بهت. نه باید راست بگی سایده تو. اون همیشه به من دروغ. نه ولی امروز الان من صادقانه اینجا نشستم. خب سایده تو شما بگید سایده تو. شما باید آقا از شما موظف این سایده تو بگید. من بی سایدم. تایید میشه بی سایدی. شما سایده تو چیه؟ منم بی سایدم. خب بس خیلی ممنون بی خود من آوردی گفته ما. گفته باسو پس بیاید یه ذره بیشتر بمونیم لاغل بکنن یه اتفاق اینجا بیشتر بمونیم؟ به نظرتون کی چیه؟ من هیچ نظری ندارم چون شما میگی بی سایدگی من باور نمیکنم کلن برای من هیچ نظری ندارم من الان برای اولین بار تو جریان زندگیم بیخیال در این آدم روی زمینم هیچ نظری ندارم اینجوری میشینم حال میکنم برای خودم ببینم چه خبریه تو دوران فوتبالی من اینجوری نبودم بی خیال اما من مهم نیستی ها فرد میکنم ببینم چه اتفاق میفته تا در موردش تصمیم خوب بگیم سلام آقا من امیدوار بودم بتونم از رایی بگیم من امیدوار بودم بتونم از رایی بفرمید خانم مهرابی آقای عزیزی لطفاً دیتاهای اتاق 0900 رو بیرون از بازی نیارید متشکرم خانم قلی‌خانی کسی چالش میخواد دوستان؟ بله بفهم سلام مجدد من حسین پشت دستت بازی میکنم اما سر سروش همچنان مشکوکم سروش تو یه دفعه چی میشه یه دفعه میایی رو برمیگردونی از خداداد تارگت اصلیت بوده اومدی در آتش حرف زدی چی میشه یه دفعه برگشتی چی میشه که یه دفعه با کوروش سلیمانی رو هم میریزی؟ چرا؟ نه سروش با تو چرا یه دفعه؟ چرا یه دفعه عقب؟ تو دست پیشم یه دفعه عقب نشینی بی خود کردی دلیلت چیه؟ من دوست دارم که وسط صحبتهای یک کدوم از ما یه چالش بگیری و این دلیل رو بگی چون الان تو وقتی که اومدیم سیاه اعلامت کردیم یکی دو نفر فکر کنم و من خیلی زیاد دوباره اومدی یک عقب نشینی خیلی بد کردی این یک دلیلی میخواد دلیلت چی بوده؟ دلیلت این بوده که اینا با همدیگه رفتن صحبت کردن؟ دلیلت این بوده که حالا رامین راستات بر از نظر من الان از نظر من هفتاد سیاهه خب؟ درست میگه خدا داد اما دلیلت فقط همینه؟ دلیلت صحبت این دوتاست؟ چرا یه دفعه عقب کشیدی؟ این عقب کشیدن تو برای من مشکوکه اینو برای من واضح بگو که من یه خورده از این گیجیه در بیام یا داری اشتباه بازی میکنی یا خود سیاهی سپاسگزارم خب بفرمایید اصلا دیگه انقدر الان مشخصه که دیگه ما نیاز به بحث کردن نداریم آقای راستاد رفتن توی گروه در واقع گشتاپوها و الان ما دوتا گشتاپومون معلوم شد آقای بذارید من حرفمو بزنم هنوز حرف نزده این ریاکشن شما که اصلا دیگه قشنگ شما رو تابلو کرد به علاوه حرفای زد و نقضی که زدین گفتین بین ما اصلاحی رد و بدل نشد چون نمیتونست اصلاحی رد و بدل بشه ولی آقای سلیمانی من خواستم نم بهشون اصلاحی بدم اصلاحی قبول نکرد یه سری حرفایی که اصلا خیلی دیگه تابلوتون کرد که 100% سیاه شدین برای من و همچنین آقای تشکر عزیز بنابراین گشتاپ ها الان بچه ها فکر میکنم 4 هستن نه 3 حواستون رو جمع کنید من اتفاقا میگم بیایید با رای گیری آقای تشکر رو بدین بیرون آقای راستاد رو همین الان هر کی تیر داره بزنه چرا نه؟ چرا نه؟ شما برای من سیاه میشین اینجا که میگین نه به هر حال به این دو نفر کاری نداشته باشین ها به این دو نفر کاری نداشته باشین سفیدن متشکرم خانم دهخان آقای جمشیدی از دست اول به من میگی سیاه 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 چرا تو گفتگوت خرج نکردی منو ببری چرا الان داری تو یه آدم آگاه چشم باز کرده ای کاملا آگاهی کی به ایشون رو من شک داشتم من تارگت کردم ایشون منو بردن گفتگو شما چرا این کارو نکردی من نمیدونم کرتیس بازی کیه آگاه بازی کیه
اون سه تا دستو دیده دیگه، این اتفاقو دیده دیگه. اگر تو این گفتگو رفتن اومدن اتفاقی افتاده اتفاقی نیفتاده، با رأی‌گیری بدیم بیرون دیگه، مشخصه. سپاسگزارم. چالش من میخوام. آقا سلیمان، شما چالش گرفتید. بله شما چالش گرفتید در مورد گفتگو تو با آقای راستاد صحبت کرد. اوکی. عباس جان، این میدونی چیه؟ پلاک 09. همون چیز. پلاک خیلی ممنون. خواهش. پلاک 09. که ایشون میگن چرا ازش استفاده نکردی. خب؟ اوکی. 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 ما الان بین گشتاپ‌ها یک کسلر داریم که میتونه دروغ بگه. من ترجیح دادم مطمئن شدم که اون آدم کسلر نیست، برم باش گفتگو کنم و گفتگو میکنم. از دورم هم که رد شد پشیمون شدم که چرا گفتگو نکردم. من اتفاقا با شما گفتگو نمیکردم، من میرفتم با آقای سلیمانی گفتگو میکردم که تکلیفم هم معلوم شه تو این بازی. خب به خاطر خیلی ممنونم از لایکتون، سپاسگزارم. خدمتتون عرض کنم که آره، شما برای من هنوز، من صد نگفتم که، گفتم مشکوک. سلام آخر. آقای جمشیدی فر، شما که این همه از اون اول یه موجی را انداختی و من مشکوکی، چرا نمیبری گفتگو؟ من باید به تو راست بگم، ببر گفتگو تکلیف روشن شه. اگه سفیدی، سپاسگزار. خب شماهایی که دارین ادعاتون میشه که سفیدین و همتون میگین من سیاهم، ببرین گفتگو تکلیفتون معلوم شه دیگه. سپاسگزارم. خیلی واضحه. ارادت مندم. اینم که دارین. قربان شما، خیلی متشکر. بفهم. ممنون از شما. خواهش میکنم. سروش، من تو چالشم گفتم که چالش بگی صحبت کن. من خودم تو رو دعوت به چالش کردم، گفتم چالش نمیخوای پاشو حرف بزن. ولی خب قبلش که اصلا هیچ این کارم نکردی. حتی با آقای سلیمانی هم چالش ندادم، گفتم چالش تو نمیخوای، نمیخوای حرف بزنی که مجبور بشی پاشی حرف بزنی. از کجا معلوم تو دروغ نگفتی؟ چرا داری الکی عقب نشینی های بی خود میکنی؟ من از دکتر خواهش میکنم که سیوت نکن، من به چلی کنم. خیلی متشکرم. اعلام وضعیت اضطراری. آقای سروشه، من باید برای دکتر وضعیت هست. برای دکتر بفهم. من فکر میکنم دکتر بازی اگه یکم باهوش باشه میدونه که من، یعنی اگه یه ذره مدل بازی منم بدونه، میدونه که من سفید بازیم و کلی هم دارم هرس میخورم. ما قرارمون به این بود که توی این دست کسی شلیک نکنه و رأی گیری کنیم. وقتی یکی میاد و این کار رو نمیکنه و تو روند تصمیمی که جمع گرفته شده داره خلل ایجاد میکنه، اون صد سیاه بازیه. آقای عباس جمشیدی، شما صد سیاه بازی به خاطر که نخواستی ما به رأی گیری برسیم و نخواستی ما رامین راستاد رو بدیم بیرون. توی صحبتایی هم که من کردم، خانم دهقانی، عباس جمشیدی و رامین راستاد پشت هم سه تا کسایی بودن که لایک دادن. دکتر بازی منو سیف کن، اگر که با این حرفا قانش نشدی من میرم بیرون تکلیفتون معلوم شه. با سپاس بسیار آقای سروش جمشیدی، لطفاً دکتر پاسکال رو از این جمع 9 نفره ای که با چشم بسته جلو شما نشستن انتخاب کنید. دکتر پاسکال بیاد بالا. آقای سروش جمشیدی در بازی بماند یا برود؟
متشکرم. اعلام وضعیت عادی. شلیک آقای عباس جمشیدی فر به سروش جمشیدی بی فر اصابت کرد. دکتر پاسکال ساعتها زحمت کشید. بیمار خیلی اوضاعش وخیم بود. دکترها تمام تلاششونو کردن. خدا خیر. چندین و چند ساعت جراحی. چند ساعت کما بودم. خودم حواسم هست. و در نهایت آقای جمشیدی از بازی ما خارج نشدند و در بازی ماندند. نوبت صحبت آقای تشکر عزیزم. چالش کسی میخواد دوست؟ بفرمایید. عباس عزیزم، اگر نجات بازی هستی که بازی خیلی خیلی پرگافی رو انجام دادی، ببین خداداد عزیزی عزیز، آقای خداداد عزیزی عزیز یه مطلبی گفتن. حتی اگر تبر هم بودن، حتی اگر قرار بود ما یک پارتیزان رو از بازی بدیم بیرون، گره بازی حل میشد. ما قراره که برای نجات پارتیزان رو جون بدیم. چرا شما شلیک کردی؟ اصلا چه اتفاقی میافتاد؟ چرا از گفتگو استفاده نکردی؟ چرا ایشون رو نبردی تو گفتگو؟ خب میبردی گفتگو و لایک هایی که آقای رامی راستاد، کسی که همه معتقدن بهش که باید به عنوان گشتاپو از بازی بیرون، خب خیلی سوال برانگیزتر میشه. یعنی من الان روی شما 100% گشتاپو نمیبینم، ولی این کارت قشنگ منو مشکوک کرد. و من یک سوالی میپرسم دوستان عزیز. آقای تشکر، شما با گروه پارتیزان بازی میکنی؟ بله. من میخوام بگم اگر شما واقعا با پارتیزان هستی، شلیک کن با آقای راستات. شلیک کن، چون دیگه نمیتونیم رای گیری کنیم. باید یکی دو نفر از بازی برن بیرون، ما استعلام بگیریم تکلیف فرض شد. و من فکر میکنم دکتر به درستی سروش عزیز رو نجات داد. سپاسگزارم. بفرم. شاید صحبت‌های من یه خورده مهم باشه، یه خورده. سر دست رامین راستاد منو میبره برای گفتگو. من بهشون میگم صفر، هر جا که دارم، هر آنچه را که دارم میگم و لطفاً با اشاره به من. من بهشون گفتم من سفید بازیم. گرداننده بازی تأیید کرد. آقای رامین راستاد به من گفتن که آیا اسلحه رد و بدل بشود. بنده دوباره گفتم من سفید بازی هستم. گفت اسلحه رد و بدل بشود، من مأمور نجات هستم. گفتم من فقط میتونم به شما بگم من سفید بازی هستم. آقای سلیمانی میگوید که آقای راستاد سیاه بازی است. من نمیتونم به حرفای آقای راستاد اعتماد کنم. بنابراین مثل سروش که برگشت گفت، یا حسین رفیعی برگشت گفت میتونیم فعلا به حسین، به علی سلیمانی خدا رحمت کنه، علی سلیمانی خدا رحمت کنه، علی سلیمانی خدا رحمت کنه، به آقای سلیمانی میتوانیم اعتماد کنیم. تا چقدر ما میتونیم به آقای سلیمانی اعتماد کنیم؟ خانم قلی خانی، شما جفت ما رو گشتاپو داری میبینی؟ تو چه استدلالی داری جفت ما رو گشت؟ سر دست نفر اول بیاره بالا اینو بگه من دارم میرم تو، میخوام ببینم گشتاپو داره میبره تو. بله، اگر کسلر باشد، اگر کسلر باشد شاید بخواد، ولی کسلر، من جای کسلر باشم این کارو نمیکنم. رامین برای من سفید نیست هنوزم. من فعلا دارم سهه میذارم روی صحبتهای کوروش و سلیمانی عزیز. همین، متشکرم. این اینترنی که داره میگذره، چون گفتگو انجام شده مشخص تر میشن. متشکرم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بفهمید. من فقط خواستم بگم که شما میتونید همه حرفایی که به آقای راستاد زده باشه تو دروغ گفته باشه. فقط دوستشم اینو سپاسگزارم. بفهم. دوستان عزیز، آقای رفیعی خیلی داری منو میدیلایی در. خیلی خانم قلی خانی، شما هم اینطور، چه خبر اصلا این؟ من حق مسلمه که با لایک و دیسلایک حرفای شما رو تایید کنم یا نکنم. شما چرا براشفتین؟ چشم، راجب ایشونم حتما. شما چرا براشفتین بابت لایک و دیسلایک من؟ صد سفیده.
حتی اگر به من شک داشته باشه. صد سفیده آقا، ایشون بدتر از امین زندگانی نقش منفی که مثلا یه فوش به یکی داده باشه در رفته باشه هم تا حالا بازی نکرده. به سیس مثبتش دارین اعتماد میکنین. دروغ وارد بازی کرد، دارین منو میدین بیرون به خاطر یه دروغ. من دارم سفید میکنم ایشونو. آقا رگ گردن میذارم برای شکل لذاب بگیرین، از این دیگه رگ کلوفتر برای شهر بذارم؟ منو میدین لای در؟ دعوت کنین گفتگو، تکلیفمون معلوم شه. حق ندارین آقای حسین خان اینجوری بلنشین منو بدی لای در تو جایی که همه موافقن این تو رای گیری بره بیرون. این تیراندازی میکرد. من اگر تیراندازی هم نمیکرد خودم تیراندازی میکردم که رای گیری بدون فکر عجولانه انجام نشه. صد سفید صد سیاه. سپاسگزارم. بفرمایید. من ببخشید یا حسین صدام میکنم قربان. امیدوارم به همینجا ختم شه. آقای رفیقی، آقای جمشیدی، آقای جمشیدی جان کتتون در آوردین، خیلی این استایلم بهتون میاد، ولی شما قبلش چالش گرفتید. بفرمایید. عباس چته بابا؟ بابا خوبه؟ حالش خوبه؟ تو خونه چی کار میکنه؟ حوصله‌اش سر نمیره؟ از عباس بعیده، من با عباس بازی کردم، عباس دوبار چالش میگیری یکم. و در مورد صحبت‌های تشکر و آقای رامین خانم هم تشکر، شاید ایشون به شما دروغ گفته باشه، شاید شما خودتون دارید دروغ وارد بازی میکنید. این چیزیه که میشه راجبش حد زد، میشه نظر گفت. شما ایشونو کاملا، شما راجب ایشون میگید که ایشون به من گفته که اسلحه بده، من فقط گفتم که نه من سفیدم. ایشون سایدش معلوم نمیشه برای شما؟ معلوم میشه. من حرفی که زدم اینه که راجب عباس هم که فکر کنم همتون گفتید دیگه، ما قرار شد رأی بگیریم، یه رأی بگیرید بازی بره جلو. بابا تعطیل شد، نصف شب شد، من گناهی ندارم، من میخوام ببینم رأی میگیرید چیکار میکنید. یالا دیگه. سپاسگزارم. بفرمایید آقای سلیمانی. خب خانم ها و آقایون نجات، من ایشونو بردم، ایشون باید 100% به من راست میگفتن، یعنی گفتن سیاه هم دیگه. از این واضح تر عباس 70% چیه؟ من دارم میگم خودش گفته من سیاه هم. کدوم ببخشید دور از جون تو کم عقلی میاد همچین کاری بکنه سفید باشه مشتری باشه من سیاه هم؟ اجازه دارید حرفامو بزنم بعد خواهم کرد اون کاری رو که باید انجام بدم. آقای تشکر رو ایشون 100% سفید میکنن. کسی که سیاه هست چرا باید این کار رو انجام بده؟ و بعد خود آقای تشکرم خیلی از ایشون حمایت میکنن. من احساسم به من میگه با اجازتون و با عشق فراوان به بینام تشکر، فکر میکنم ایشون کسلر باشه. ایشون یک گشتاپوی بسیار ساده است، میبینید که با گلوله من چطور. شما اعلام اسلحه کردید، تایید میشه. متشکرم. دومین شلیک این دور بود. اعلام وضعیت اضطراری، ماسکاری به صورت. آقای راستاد شما وصیت برای دکتر پاسکال بفرم. خب دکتر پاسکال عزیز، قطعا یه سیو دیگه داری، ممکن اون یه سیو رو نگه داری برای خودت، اما اگر برای پارتیزانا داری بازی میکنی ازت خواهش میکنم من سیو بده تا دست بعد معلوم شه. ببین الان دارن آقای به نام تشکر که سفید صدر رو میدن لای در، هیچ جای حرفاش آقای تشکر منو تایید نکرد. اینو فقط دقت کن دکتر، هیچ جای حرفاش منو تایید نکرد، گفت ممکنه، اما کوروش سلیمانی داره میگه تو 100% اینو تایید کردی پس کسلری. خواهش میکنم فقط همین یک جمله رو حواست باشه، هیچ دروغ وارد بازی کرد دوبار، یک در مورد من، دو در مورد به نام تشکر. متشکرم. هیچ آقای تشکر این حرفو نزد. سیف تو برای پارتیزانا نگه دار و من رو سیف کن تا دست بعد معلوم شه. متشکرم آقای راستاد. لطفاً دکتر پاسکال رو در این جمعیتی که کنار شما نشستن با چشمان بسته انتخاب کن.
دکتر پاسکال بیا بالا. آیا آقای راستاد در بازی بماند یا برود؟ بمانم یا برم. متشکرم، متوجه شدم. اعلام وضعیت عادی. شلیک آقای کوروش سلیمانی به رامین راستاد عزیزم درخواست سیلوستر استالونه وطنی چینی اختیار دارید. از دکتر پاسکال، تلاشای دکتر پاسکال و باقی ماندن آقای رامین راستاد در بازی. بابا دکتر، آقای کوروش سلیمانی، مرسی دکتر. انتهای صحبت بودن. با توجه به اینکه دور جدید آغاز شد و شلیک داشتیم تو دور قبل وضعیت اضطراری، نمیریم پلاک های 0900 رو میتونید دوباره استفاده کنید. دو تا پلاک 0900 در این دور میتونه گفتگو داشته باشه براتون و شلیک هم صفر میشه. دو تا شلیک هم میتونیم تو این دور داشته باشیم. بفهم کنم خود. خب چالش میخوایم بفهم. من دو تا حدس میشه زد در مورد ایشون. یکی اینکه دکتر پاسکال نجات داده باشه. تا اونجایی که من میدونم دکتر پاسکال جزء گروه نجاته، جزء گشتاپو نیست. یکی اینکه تشخیص داده، حالا از رامین عزیز برمیاد که این کار کرده باشه، فقط همین. و این یه اتفاق، حالا انشالله جبران میکنیم. سپاسگزارم. ولی خیلی چیزای دیگه به دست آوردیم. متشکرم خانم قلی خانی. بفهم، من خیلی فکر میکنم که یعنی اون چیزی که 100% فکر میکنم درست باشه اینجا اینه که آقای راستاد تشخیص درست دادن دکتر رو و فکر میکنم دکتر انقدر کمهوش باشه که ایشون رو بخواد نجات بده. اجازه بدید پس من این دفعه شلیک کنم با آقای راستاد. اجازه بدید پس من این دفعه شلیک کنم با آقای راستاد. خانم شبنم قلی‌خانی دبل شات کردن آقای رامین راستاد و این بار دیگه سیو دکتر هم به داده ایشون نخواهد رسید و با تشویق شما رامین راستاد بازی رو سخت خواهد کرد. Meal trolleys, wicked wheels. سرکار خانم دهقانی بفهم. من میخوام برم گفتگو. شما منو کچل کردی. بفهم. پلاک 0900 رو لطفاً تحویل من بدید. متشکرم. تأکید میکنم که آقای سروش جمشیدی اگر خلبان یا کسلر باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگویند. بفرمایید. چی هستی؟ من ستی نجات. نجاتی؟ من هم خیلی هم آقای رفیه رفتم تو چون از رفیه دو بر خوش اصلا هم جا بجاش. من تو اینجا میپذیرم. اصلا هم جا بجاش. من ما گفتیم بخواده اگه من یه جور دیگه حد بزنیم در رو گفتیم. چه؟ الان چرا اعتماد کردیم به من که؟ میخواد اگه میخواستم بگنم بفهمم این میدونم چرا اعتماد کردیم به من راستشو گفتیم. چی؟ چرا اعتماد کردیم؟ نه اگه میخواد من اگر اون چیزی که شما میگم کسلم باشم من یارم رو برمیشتم با دیگه نمیدم
پارتیزان ببرم؟ یارتو ندیدی؟ خب ندیدم، ولی تابلوه دیگه بین اینا. اما شبنم قرد خانی سیاه خواهیه. اینی کیا تابلوه؟ معلومه اینو سیاه. و چرا عباس جمشریفر همش دائم به حرفای شما لایک میداد؟ چرا رامین راستاد همش به حرفای شما لایک میداد؟ خب رامین راستاد شما میبردید. من چه میدونم؟ من اگر مشکل اونا بودم اونا رو میبردم. الان آقای رفیعی سپیده اصلا هم جا به جا شد. خواستم ببینم که شما چی؟ من همین کسلر باشم به شما دو گفته باشم. جو چجوری باور میکنی که من سفیدم که الان داری اینجوری خیلی مطمئن همه اطلاعات و آگاهی ها رو ببینی؟ نمیدونم. میتونم کسلر باشم نه؟ میتونم دروغ باشم. باشه من دلم میخواد که باور کنم، ولی همه احتمالات وجود داره و اینکه شما حتی یک درصد هم احتمال ندارید من باشم دروغ بدم که میگی خلب هم بودن خیلی مهمه تو خواهش. الان همه را میشه لیک کردن قدران اومده بالا. من خودم الان به آقای جمشیدی و آقای رامی آقای سلیمانی همه این شک دارم و هیچکی رو سفید نمیبینم. اسکیوز چی؟ آقای جنیم هم بله میتونیم تایید کنم. مرسی. اتفاقی نیفتاد. متشکرم. سرکار خانم دهقانی و آقای سروش جمشیدی اولین گفتگو این دور بودن. لطفاً در مورد گفتگو در اتاق 0900 هیچ دیتایی به داخل بازی نیارید. سپاسگزارم. نوبت صحبت آقای عباس جمشیدی فر بفرمایید. خب عذرخواهی میکنم، من دوست داشتم که خیلی زودتر چالش میگرفتم درباره گفتگون با خانم دهقانی. من باید صحبت میکردم و یه خودم فراموش کردم، یعنی باید اول صحبت میگفتم. من با سکا خانم دهقانی رفتیم به گفتگو، بنده ایشون رو بردم به گفتگو و ایشون باید به من راستشو میگفت. من ازشون سوال کردم، گفتن در ساید نجات بازی میکنی. من ازشون جزئیات خواستم، گفت فقط در همین حد بدون که در ساید نجات بازی میکنم. یعنی منو مجاب کرد که ساید نجاتیه که ولی نمیتونه، یا ترجیح دادن که نقششون رو من نگرد و برای من نه 100% ولی نجات هستن. سپاسگزارم. آقای جمشیدی فهم خسته نباشید. یه ذره پیچیده بازیه به نظر من. من هنوز با خداداد عزیزی موافقم. هنوز از نظر من شما سیاهی. نمیدونم چی شد که یه رفعه حالا یا دکتر رو حد زدی یا دکتر نجاتت داد. آقای رفیع شما گفتین چرا شلیک کردی به سروش و چرا صحبت نکردی؟ اولا که صحبت ها تموم شده بود، من وقتی نداشتم. دو بار صحبت شده بود دست پیش، من نمیتوانستم صحبت بکنم. این دلیلش. این یک مسئله. مسئله دوم رامین راستاتو گفتین که آقا شما زدین رای رای گیری نشد به خاطر رامین. خب رامین که دوتا شلیک شد خدا رو شکر. اگر گشتاپو باشه که خدا رو سر هزار مرتبه شکر. جا چی؟ آقای سلیمانی تو نوبت صحبتتون حرف بزنید. ببین ایشون رشته کلامشون پاره شد به خاطر اینکه شما فقط باید با لایک و دیسلایک ریاکشن الان بفهم. من از شما یک سوال میپرسم آقای رفیع، از نظر فقط با لایک و دیسلایک جواب منو بده. سروش جمشیدی از نظر شما سیاهن؟ هنوز 50-50 از اول دست تا به الان. آقای عزیزی سروش جمشیدی از نظر شما سیاهن؟ هنوز 50-50 از اول دست. خانم مهرابی من از نظر من شما سفید منید. خواهش میکنم رای رای گیری کنید بنزینش بیرون. متشکرم. بفرم. چالش کسی میخواد؟ من میخوام. بفرم. من فقط دوست دارم که توجه پارتیزانا رو به محیا هم جلب کنم، از این جهت که شما با محیا رفتین وارد گفتگو شدین، هیچ
تعهدی وجود نداره و هیچ دلیلی وجود نداره که به شما راست گفته باشه. و من دقت کردم دیدم بعد از هر گفتگویی هم که میاد بیرون سعی میکنه یه قیافه به خودش بگیره که یعنی من نفهمیدم چی شد، بی نتیجه بود و اینا. یه کمی من میگم اصلا من راجع به آقای جمشیدی خیلی الان صحبتی ندارم، ولی من میگم یه کوچولو به این فکر بکنیم که ما مهیارم تو بازی داریم. به هر حال خب اگر آقای راستادم فرض کنیم که گشتاپو بوده باشن، به ایشون هم فکر کنیم. من دیگه متاسفانه گفتگویی ندارم، سختم هست تو گفتگو، متوجه شیم ایشون حتما راست میگه. متشکرم، بفرمایید. آقای سلیمانی، چرا همه صحبتاتون رو حمله بر این میذارید که ممکن است آقای رامین راستاد به من دروغ گفته باشد و شما خیلی مشخصا دارید به من میگید که کسلر بازی بهنام تشکر است؟ رو چه حدس و گمانی یهو میرسید به کسلر بازی؟ من آقای سلیمانی رو به گفتگو دعوت میکنم. تایید میشه. پلاک 0900 گفتگوی آقای تشکر و آقای سلیمانی، دومی گفتگوی این دور و بعد از این پلاکی از اینه برای گفتگو خصوصی نخواهد شد. آقای سلیمانی اگر خلبان یا کسلر باشن حق دارن دروغ بگن در این گفتگو. من دروغ ایشون رو تایید خواهم کرد. میشه؟ استفاده بکنم که شما برگشت میبینید کسلر بازی رو من نفهمیدم. به جهت اینکه یه حد زدم، یه بلوف زدم، گفتم شما احتمالاً ایشون شما رو شناخته برده که از همون اول یه هماهنگی صورت بده. صرفاً این بوده و بعد حمایتاش هم زیاد. شما کنی بازی بود شما کی هستن؟ من الان عباس و آشام گفتگوه خداداد و آشا و سروش و مهیا دهقانی در اشتباه کردن. نسترم خانم. مادام. وی مادمازل. آم مادمازل. آب. من دیروز بهش گفتم هنو برمان باتر خوردن. میکره خوردن. بهش گفتم هنو نه. مشیه. گرده لو سیلانس. دیگردم کیون. من حسین رفیعی رو به لحاظ بازی فعلا کلام آخر مهیا دهقانی میبره. حسین سفیده اه؟ چیزی گفت و من عکس العملی که از مهیا شنیدم دیدم. من با سرکار خانم دهقانی رفتیم به گفتگو، بنده ایشون رو بردم به گفتگو و ایشون باید به من راست شده بود. من از ایشون سوال کردم، گفتن در سایر نجات بازنده. من ازشون جزئیات خواستم، گفت فقط در همین حد بدون که در ساید نجات بزنه. لعنت به این بازی. چه بگونه؟ کاری نمیتونم بکنم. من کاری از دستم بر نخواهد اومد. خیلی سربسته دارم بهتون میگم. دوش. سپاس گزارم. بفرم. آقای تشکر و آقای سلیمانی، لطفاً آنچه در اتاق گفتگوی خصوصی 0900 گذشته است را به هیچ وجه هیچ دیتایی ازش به بازی
نیارید آقای خداداد عزیزی چالش بگیره. یکی چالشی بگیره، یه حرفی بزنه، هیچی. من یه چالش بگیرم؟ بفرمایید استاد. من خواهش میکنم که کورتیس یا کرتیس بازی لطفا یه خورده خودشو نشون بده. یه خورده خودشو نشون. الان وقت نشون. ببین الان یه تیمایی انگار داره بسته میشه که داره خطرناک میشه. خب الان جاشه که یه خورده خودشو نشون بده به ما. خواهش میکنم نشون بده خودشو به ما. همین. سپاسگزارم. از ایشون ببخشید. من فکر نمی کنم تیمایی بسته شده باشه. های تشکر عرضم به خدمت شما. خب مهرابی چرا شما هیچی راجع به مذاکرمون صحبت نکردی؟ اصلا هیچی نگفتی، یه دو کلمه برای بقیه میگفتی. چون شما نگفتی منم هیچی نمیگم دیگه. ولی صبر کن بذار کلام منعقد بشه بعد ادامه داره. ولی شما از من پرسیدی ساید تو و من به شما گفتم که من سفیدم. شما گفتی شما هم سفیدی، ولی الله اعلم دیگه، من نمیدونم. شما کاش توضیح میدادی راجع به صحبتمون تا من میتونستم یه چالشی بگیرم ببینم چقدر راست گفتی چقدر دروغ داری وارد بازی میکنی. ولی در کل ما هیچ توافقی با هم دیگه انجام ندادیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. چشات معمولا راست میگه، ولی نمیدونم چرا اونجا فکر میکردم که خیلی داری مرموز ازم سوال میکنی. چون شما بعد من سوال میکردم، من هیچ سوالی نکردم از شما. متشکرم. خانم مهرابی، یا شما یا آقای خداداد عزیز زیر یه نقشی میزنید به اسم کرتیس. شما میگین محیا مشکوکه، اون ور هی آقای خداداد رو نگاه میکنین و این اتفاقا میفته. آقای جمشیدی هم همینطور، آقای جمشیدی فرام هم، یعنی چهار نفر دارن کرتیس بازی میکنن. این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا بچرخه تو ترن خودم حرف میزنم. سپاسگزارم. بفهم. خب در مورد گفتگومون که باید بگذره بخوام صحبت کنم، اما به شدت رفتار دو عزیز، یعنی من تا الان این تعجب رو انجام ندادم. من دارم میگم اونو دعوت کردم، گفته من سیاهم. کسلر نبوده که دروغ بگه، دیوانه هم دور از جون رامین نبوده که بگه من سیاهم. باز شما میگین 70%. اگر رامین سیاه بود دیگه باید بگیم چی که شما باور کنی. آخه این ببخشید خیلی دارین، نمیدونم، انتظارم از حضرات بیشتر از این حرف هاست. هم خانم مهرابی عزیز، هم عباس جان، یعنی دیگه من نمیدونم آخه این اصلا درد دل دوستانه بود. اما در مورد اتفاقای دیگه، خب ممنونم از خداداد عزیز. من همچنان روی شما، به نظرم ایشون گروه نجات هستن. آقای حسین رفیق قطعا گروه نجات هستن. گفتگوی شما و شما برای ما خیلی چیزا رو تعیین خواهد کرد. خانم قلی‌خانی هم با حرکتی که انجام دادن، البته یه درصدی گاهی گشتاپو رو میزند که یه درصد حداقلی، البته شما انقدر توانا گشتاپو بازی کردی که میشه این شک رو داشت، ولی من فعلا کار ندارم. اما به نظر من تو رأی گیری اگر به توافقی رسیدیم در مورد آقای عباس و خانم مهرابی، یه تجدید نظری بکنید. متشکرم. بفرم. خب آی سلیمانی عزیز، آرزو میکنم که سرکار خانم قلی‌خانی به گفته شما گشتاپو باشه. آقایون و خانمای پارتیزان، متوجه شدید چه بستر کافه آوردی؟ متوجه شدید کافه الان در چه شرایط خطرناکه؟ آقای رامین راستاد اصلا پارتیزان، آیا ارزش دوتا شلیکو داشت؟ دوتا اسلحه از بین رفته؟ آقای عباس، آقای جمشیدی فر عزیزم، اصلا من این که شما گشتاپویی یا پارتیزان صحبتی ندارم، ولی شما هم دیگه اسلحه نداری. اگر گشتاپو باشی که بمون اونجا چای شیرینی تو بخور، هیچ خطری نداری. اگه پارتیزان هم باشی چه کمکی میخوای به بابا کنی؟ چون با این وضعیت که ما داریم میریم هیچ رأی گیری صورت نمیگه. آقای خداداد عزیزی سفید صد منه، آقای سلیمانی سفید صد منه،
این دو نفر سفید صد منن، 50% خانم دهقانی، چون شرط و بر صداقتش میذارم مگر خلافش ثابت بشه. چون ایشون به من گفت من گروه نجاتم، به من گفت گروه نجاتم. در مورد آقای سروش جمشیدی نظری نمیدهم، نه این که گشتاپوس، نه این که پارتیزانه. ولی خانم مهرابی محترم، شما با آقای خداداد عزیز رفتی تو گفتگو، از گفتگوتون به چه نتیجه میخواستین برسید؟ شما یا میخواستید یک گشتاپو رو نقشش رو شو کنید، یا اینکه میخواستید از نقش خودتون با نقش همسایه خودتون یک ارتباطی بزنید که بتونید کمک کنید به کافه. الان چه کمکی به کافه کردین؟ و به همین شکل من امیدوار هستم گروه نجات یکم باهوشتر، یکم با هم اعتماد کنید و نترسید. اگر یک گروه نجات دیگه هم برود بیرون، ما استعلام میگیریم و تکلیف معلومه. بذارید تکلیف معلوم شد. سپاسگزارم، بفرم. کسی چال؟ بله آقای عزیزی، بفرم. خانم دهقانی، وقتی کرتیس نقششو بازی نمیکنه، چهار نفر اینجا میان کرتیس میشن. به گفته شما کیان؟ خانم مهرابی، من، ایشون و ایشون. چون کرتیس بازی معلوم نیست کیه، هیچی، از ترس این که مبادا شوشه کلن تعطیله، خوابیده، خب یه کمکی به ما بکنه که ما بدونیم چیه. یکی دیگرم بزنید یا بیرون کنید تا یه استعلام بگیرید، وضعیت مشخص شه. الان هیچی معلوم نیست، هممون مدعیم که سفیدیم. کلام آخر. همه کلام آخر ندارم. بفهم عباس، اگر سفیدی، اولا شلیک اشتباهی کردی، دوما خیلی داری بد بازی میکن. اگه واقعا سفیدی، ببین، من با اینکه منو شات کردی و دستو به هم زدی، نذاشتی اصلا به رای گیری برسیم، من بازم رو تو صد سیاه نیستم. چرا نیستم؟ اجازه بدین من توضیح میدم. شما یکم توجه کنین به گفتگوهایی که داره انجام میشه. آقای تشکر و آقای سلیمانی میرن گفتگو میکنن و یه تایم طولانی پلن میچینن. یه گفتگوی طولانی داره انجام میشه، چرا به این قضیه شما توجه نمیکنین؟ بعد قبلش آقای راستاد با آقای تشکر رفتن تو اتاق گفتگو و با هم گفتگو کردن. الان آقای رفیعی بلند میشه و صد آقای سلیمانی رو سفید اعلام میکنه. از کجا صد ایشون رو سفید اعلام؟ من خودم گفتم پشت دست آقای سلیمانی بازی میکنم، ولی آقای سلیمانی بعد از این گفتگویی که رفتن بلند شدن و اینقدر محکم و برعکس ادبیات قبلیشون خیلی قراح صحبت کردن، یعنی یه خاطر جمعی که الان دیگه ما بردیم. من نمیخوام کسی رو سیاه کنم یا سفید کنم. آقای عزیزی، من برای من شما سفید سفیدی، ولی خواهش میکنم به این قضیه هم توجه کنید. آقای رفیعی، سکوت انضباطی قطعی، بفهم. چرا دست و پا میزنی؟ شما اگه سفیدی چرا دست و پا میزنی؟ بعد شما میای منو اینجوری چیز میکنی، چون یه ذره آخر. عباس، من نمیگم تو سیاهی، الان میخندن که من از تو کشته، ولی اسم میکنم داریش خاصی بیس پلیر بشی با اون شلی که نشد. من گشتاپو نیستم، سفید بازیم، ولی به این چشم میخوام شلی کنم. شلیک به شلیک سروش جمشیدی به کوروش سلیمانی عزیز سعید میشه. اعلام وضعیت اضطراری، همگی ماسکارو روی صورت بذارید. آقای کوروش سلیمانی، برای دکتر پاسکال وصیت کنید. اگر دکتر پاسکال که قطعا گروه نجات هست و سیوی براش مونده باشه، فکر میکنم یقینا من رو نگه دادن. اصلا نیازی به هیچ دلیلی ندارم، ولی رفتار
سروش جمشیدی رو قابل توجه دوستان گروه نجات. اگر هم بیرون رفتم من نمیتونم، اگرم گشتاپوه چرا یه نجات بدون اسلحه رو این شکلی بیرونم؟ یعنی این کار تمیزن ناشیانه بود. در هر حال سپاسگزارم آقای سلیمانی. دکتر پاسکال انتخاب بفرمایید. متشکرم. دکتر پاسکال بالا بیاد. دکتر پاسکال، آقای سلیمانی در بازی بماند یا برود؟ متشکرم. اعلام وضعیت عادی. شلیک آقای سروش جمشیدی عزیز و آقای کوروش سلیمانی اصابت و منجر به خروج ایشون از بازی شد. تشویق کنید آقای سلیمانی رو. متشکرم. متشکرم. انتهای صحبت خانم مهرابی خواهند بود. بعد از اینکه خانم مهرابی صحبت کردن، استعلام و بساط و ماجراها و بفرمایید. من دارم ترن خودم صحبت میکنم. من علت این که درباره یه گفتگومون صحبت نکردم اینه که همونطور که شما فرمودین بین ما اتفاق خاصی نتونست که بیفته، به همین جهت نخواستم راجع بهش صحبت کنم و به من اعتماد کنیم. من الان در واقع با حالا به هر حال باید بریم روی حدس دیگه، یعنی فرض کنیم حالا بعد از من مشخص میشه. من فکر میکنم یه دونه پارتیزان بیرون باشه، یه دونه گشتاپو. خب من اصلا میگم نکست بشنویم، بعد من چالش میگم. متشکرم. میرسیم به استعلام. اعلام استعلام وضعیت. دو نفر از بازی بیرون هستن. شش گفتگو تا الان انجام شده. چهار شلیک صورت گرفته و تعداد اسلحه در دستان گرداننده یه دونه است. همون دو نفری که بیرون از بازی هستن. یک گشتاپو از بازی بیرونه و اون یکی هم از گروه نجات. سر صحبت میشن یک و دو و سه. آقای بهنام تشکر بفهم. آقای تشکر چالش میگیرید، حرفای شما رو بشنم. خیلی ممنونم. آقای جمشیدی دیدیم به من اینطوری کردیم. خب من الان خیلی خیلی روی آقای جمشیدی، یعنی البته از همون اولم اسم ایشون نوشته بودم، از روی شبنم در واقع برمیگردم به محیا مشکوکم به شدت. یعنی الان برای من این دو نفر و آقای راستاد و احتمالاً باید یک نفر دیگه اگر که فرض کنیم مسلح شده باشه، خواهش میکنم از پارتیزانای عزیز که از اگر دارن گفتگو استفاده کنن. متشکرم. آقای سروش جمشیدی اسلحتو میکشی نگاه میکنی ببینی شکم سیریه که میفرستی بیرون؟ بره بیرون. رأی میگیریم بره بیرون. رأی میگیریم بره بیرون. من تا حالا ساکت موندم، هیچ کاری هم نکردم، خیلی هم انتظار نداشته باشین. سروش جمشیدی آقای خداداد عزیزی دست بالا نیاد گشتاپای من میشه هر کی به سروش جمشیدی رأی نده. به همین راحتی برم، به همین راحتی شکم سیری. بعد نگاه میکنی که چی باشه، کیو یکی دیگه رو بدیم بیرون، یکی رو بدیم بیرون. کلام آخر. حرفای شما رو میخوام بشنوم راجع به آقای جمشیدی. همین. سپاسگزارم. چالش میدیم بذار به اون بدیم صحبت کنه. به آره مرسی مرسی، از خودش دفاع کن. دوستان اوکی اوکی، من با تکلیفم با آقای سلیمانی معلوم میشد دیگه. الان شما میگید رامین راستاد گشتاپو بوده،
آی سلیمانی نجات. اوکی. من از آقای سلیمانی عذرخواهی میکنم که از نه اجازه بدین، اجازه بدین. دقیقاً اینایی که دارن همچین رفتارهایی رو میکنن، آقای تشکر که اینجوری محکم پا میشه، الان بعداً بازی تموم میشه، شما میبینین دیگه، بازی تموم میشه. شما اگر واقعاً سفید باشید میفهمین که من دارم سفید بازی میکنم، من دارم سفید بازی میکنم آقای رفیعی، من دارم سفید بازی میکنم. اگر شما واقعا سفید باشی من میفهمی که من دارم سفید بازی میکنم. آقای سلیمانی رو من اوکی، اگر به اشتباه انداختم بیرون قبول دارم، ناراحتی من، سکوت من الان به خاطر اینه که اشتباه کردم، ولی این دلیل بر گشتاپو بودن من نیست. این اشتباه من باعث شد که یک سری ها الان پاشن و محکم رو من بیان و میدونن که من متشکرم. چون خودشون میدونن، میدونن که من سیاه نیستم، سفیدم. خیلی ممنون. فقط به این توجه کنید. خیلی متشکر. من که میرم بیرون. آقا خیلی ممنون. چالش زمانش کوتاه‌تر از ترن صحبتتونه، بفهم. بگیریم رأی، بگیریم بیرونش کنیم. موافقین همه؟ همه اوکی‌ان. همه هم سفیدن. یعنی اصلا گشتاپو نداریم توی این جمع دیگه. همه با هم دیگه در حال حال کردنی. مرسی، مرسی. من یه چالش. مرسی. آقای جمشیدی، شما الان داری میزنی زیر یه نقشی. خب اجازه بده. شما الان اجازه بده. شما داری میزنی زیر یه نقشی که انگار شب پا شدی، سه تا لایک بالا دیدی و الان شلیک کردی. در صورتی که اینطوری نیست. اگه کسلر بازی بود همچنان تو بازی میمون، جلیقش میافتاد. شما به شرط، شما به قطع یقین دارید میگید که من گشتاپوی من بوده و گرفتین زدینش. به همین راحتی همین الان گشتاپوها همه دارن لایک نشون میدن. همین الان گشتاپوها همه تو برای یارای خودت هم سوختی دیگه. تو برای یارای خودت هم سوختی، تموم شده رفته. تو اگه پارتیزان هم باشی انقدر تو اینجای بازی انقدر بد بازی، گشتاپای بازی هستی. صد من نمیخوام گردن بگیرم، ولی خیلی، یعنی اصلا یه کاری کردی که همه رو کشوندی سمت خودت. رأی میگیریم بره بیرون. متشکرم. میتونیم شلیک هم بکنیم اگه تو بازی موند. متشکرم. در صد کسلر بازیه. اینو به قطع یقین دارم بهتون میگم. متشکرم جناب تشکر. خیلی ممنون. بفرمایید. آقای رفیعی شما سکوت انضباطی هستید، بفرمایید. دور بعد دیگه شما حرفتو که اون موقع زده بودی برادر، سر ما رو شیره مالی، حرفتو زدی، بعدن سکوت گرفتی، الان پاش حرف بزنی. خیلی ممنون. بفرمایید. سروش، کاش خودزنی میکردی. کاش، یعنی میتونستی یه قانونی بود خودت میزدی خودتو. خانم مهرابی دیگه داره یه سری چیزا رو میشه. شما چرا همه ما رأی دادیم، شما یواش اومدین بالا، دوباره اومدین پایین؟ چی شد یه دفعه؟ چه اتفاقی پیش اومد؟ آخ خانم مهرابی، خواهشن اصلا انقدر الکی رو بازی نکن دیگه. الان دیگه مشخصه دیگه شما کیین. من نمیدونم کرتیس بازی چیکار داره میکنه الان، کجاست، چرا سکوت کرده، چرا هیچی نمیگه، چرا هیچ نشانه ای از بازی برای ما، برای کسایی که داریم خودمونو میکشیم، هیچ چیزی نمیگه. بابا یه چیز مشخصی اون اول بازی زدم، دوباره حالا یا دکتر رو تشخیص داد یا دکتر به اشتباه نجاتش داد. الان هممون رسیدیم که آقا این خود گشتاپوه. پشمندش هم که شما آجم شدید. بفرمایید. خب باشه، من که آقای اصلا نیازی به رأی گیری نیست. من یه دفعه شات شدم، شات دوم شما اگر حواستون بازی باشه، شات دوم من میرم بیرون. الان شلیک کنی من بیرونم. اصلا نیازی به رأی گیری نیست. من میخوام رأی گیری کنی، رأی گیری کنی. اصلا مهم نیست، من میرم بیرون، خودتونم میدونی. خود حداقل شخص شما که داری اینجوری دست و پا میزنی میدونی که من سفید بازیم. الان یه آبی گلالود شده صرفا به خاطری که من زدم به یه نجات. اصلا این دلیل نمیشه. من میخواستم تکلیفم با آقای سلیمانی معلوم بشه، فقط همین. آره شلیکم کردم به خاطر که اصلا نداشت نجات و اصلا به هیچ دردی هم نمیخواد. اوکی، من خواستم تکلیفم روشن بشه. من خواستم از آب گلالودی که ایشون ماهی گرفتن، شما بعدش ماهی گرفتید، اینا خودش داره مشخص میکنه. و عباس جمشیدی با میشه میاد میگه شو تا
پس کجا میگی تو؟ اگه واقعا تو خودت میدونی که من سفیدم، داری حرف بیخود. بعد الان من که قطعی بیرونم، الان اومدی رو خانم مهرابی داری مشکوک میشی؟ متشکرم. آره متشکرم. من که میرم بیرون فقط الان کسانی که دقت کنید. یه کلام دیگه سکوت انضباطی. متشکرم بفرم. متشکرم بفرمایید. بفرم. سفیدا یه ذره به آقای تشکرم توجه کنید. سیاه نشید. گوش کنید. اول کار من اتفاقا نظر شخصی رو میگم، نه با سروش، نه با ایشون، نه با ایشون و نه حتی خانم دهقان، من یه مشکلم با سخنرانی قرای آقای تشکره و اول دست که ایشون با رامین رفت توی مذاکره و اگر واقعا آقای تشکرم نباشید اون دوتا خانم خیلی دارن خوب پس بازی میکنن، دوتای بغلم. نظر شخصیمه، میگم آقای تشکر و وقتی استعلام بگیرن و آقای تشکر نباشه شما دو نفر واقعا جذاب دارید بازی میکنید. من رو سروش با ای که ایشون میگه رأی بگیرید من نیستم. زمانی هم گفت ببخش یه جمله بفهم. زمانی هم گفت هر کی رأی نده از نظر من گشتاپو من رأی نمیدادم بهش. کلام پایانیتون بود، متشکرم بفهم. ای کاش صحبت نمیکردیم آقای تشکر، برای اینکه الان شما یعنی من واقعا تمام محاسبات ذهنیم به هم ریخت. من الان داشتم راجع به مهیا اینقدر این من نمیدونم آخه الان به نظر من بیشتر باید نگاه بکنیم با آقای تشکر، چون اصلا این که شما اینقدر هیجانی یه دفعه بازی میکنین بعد همه رو میخواین وادا اجماع فلان اینا رو نداشته باشین. آقای جمشیدی فر بی جهت اگر واقعا پارتیزانی بی جهت خودتو خسته نکن، ولی الان آقای سلیمانی ببخشید آقای رفیعی شما مهیا رو بردین به گفتگو و گفتید 100% سفیده، اون موقع گفتین 100% سفیده، الان میگین که به من اینجوری گفت. خیلی دارید منفعل بازی میکنید آقای رفیعی. سپاسگزارم. شما آقای تشکر با آقای سلیمانی رفتین تو گفتگو، هیچی از گفتگوتون برای ما نگفتین. بعد آقای جمشیدی فکر میکنم اگر گروه نجات هستن واقعا یه اشتباه فاحش کردن، دیگه کاملا مشخص بود آقای سلیمانی گروه نجات اشتباه کردید، همه اشتباه میکنن و انسان جایز الخطاست مهم است. اما دوستان اگر قراره با رأی گیری کسی رو بدیم بیرون یه ذره فکر کنید، واقعا تنها کسی که باید با رأی گیری بره بیرون آقای تشکره. شما چرا لایک یا دیسلایک نمیدین؟ پس شما برای من جزء گروه گشتاپو هستین که 100% اینو مطمئن بودم، الان مطمئن تر شدم. من با آقای خداداد عزیزی میخوام برم تو گفتگو. تایید میشه. ول کنید شما چی میخواید از جوا؟ اولین گفتگوی دور چهارم پلاک 0900 خانم شبنم مقدمی آقای خداداد عزیزی. آقای عزیزی اگر کسلر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو درو بگن. منم قلیخانی ام. گفته مقدم. من خیلی عذر میخوام سرکار خانم بانوی گرانقدر خانم شبنم قلیخانی عذر میخوام. آقا زود باش مهمه بگو. سفیده اصلا تایید نمیشه. تایید نمیشه؟ من بی سایدم. تایید میشه. شما سایده چیه؟ یه دونه داری؟ نداری؟ بده بیم اصلا تزدیم شد. متشکرم.
آقای عزیزی، خانم قلی خانی، لطفاً در مورد گفتگوتون تا پایان ترن بازی هیچ دیتایی به بازی نیارید. سپاسگزارم. خانم محیا دهقانی، نوبت صحبتشون، بفرمایید. خانم قلی خانی، خانم مهرابی که گفتم منو ببرین تو گفتگو، ایشون با آقای خداداد عزیز رفتن تو گفتگو؟ نه؟ چرا؟ تو ترن بعد ترن قبل شما گفتید منو ببرید تو گفتگو، گفتید اگر گفتگو دارید منو ببرید تو گفتگو خانم مهرابی. بعدم ایشون خانم مهرابی آقای عزیزی رو بردن. اگه قرار بود چیزی به دست بیارین از آقای عزیزی، بعد خانم مهرابی رو میبردین. چرا این کارو کردین؟ بعد شما الان دارید زیر نقش کرتیس میزنین؟ یا آقای خداداد عزیز داره زیر نقش کرتیس میزنه؟ بابا بالاخره یکی تو لایکا رو دیدین دیگه؟ دیدین دیگه؟ آقا من با ایشون گفتگو کردم، ایشون منو بردن. ایشون منو بردن. من گفتم نجاتم، من تو رو بردم. و تو هم گفتی من نجاتم دیگه. ولی حرفی که من بهت زدم، گفتی تو چرا منو باور میکنی؟ گفتم با باور کنم، چون شلیکایی شد همه مشکوک بودن. من چجوری میتونم بفهمم؟ متشکرم. آجم شدیفه. خانم مهرابی، شما هنوز من میگم شما سر آقای جمشیدی که ما هممون گفتیم رأی گیری کنیم، رأیتون رو کشیدین عقب. آقای عزیزی هم همینطور. آقای عزیزی، من هنوز پشت دست شما بازی میکنم، اما این کاری که کردین یه ذره واقعا گیجمنگ شدم. خواهش میکنم از دوستان، از شما رو نمیدونم، رأی بگیریم. اول از همه ایشون رو بندازیم بیرون، بعد ایشون. سپاسگزارم. اسم منظورشون آقای سروش جمشیدی بود اگر اشتباه نکنم، درسته؟ و خانم آشا مهرابی، لطفاً لایکاتون رو ببینم که متوجه بشم من درست فهمیدم. سپاسگزارم. به انتهای صحبت رسیدیم. با توجه به اینکه شلیکی نداشتین، اعلام وضعیت اضطراری. ابتدا راینهارت بازی بیاد بالا. آیا راینهارت میخواد از قابلیتش استفاده بکنه یا خیر؟ به هر حال به این دو نفر کار نداشته باشین ها. به این دو نفر کار نداشته باشین. سفیدن. رای گیری میکنیم برای ابتدای صحبت. آقای بهنام تشکر. آقای خداداد عزیزی. آقای حسین رفیعی. آقای سروش جمشیدی. خانم آشا مهرابی. خانم شبنم قلی‌خانی. خانم محیا دهقانی. آقای عباس جمشیدی‌فر. برمیگردیم به وضعیت عادی بازی. اعضای کافه تصمیم گرفتن با رأی یک نفر رو از بازی خارج کنن و او کسی نیست جز بازیکن خوب، مرد موقر، محترم،
که بنده شخصا بسیار ارادتمندشون هستم، آقای بهنام مخلص، تشکر و تشویق بفرمایید. شما وصیت دارید آقای تشکر؟ وصیتتون رو بفرمایید. من همچنان دارم میگم که بازی پیچیده شد، سروش جمشیدی رو نفهمیدم چرا زد، به خاطر همین اومدم رو سروش. خانم قلی‌خانی هم که برگشت گفت، آقای خدادار عزیزم نفهمیدم که نه رأی میده نه شلیک میکنه، نه موافقه نه مخالفه، و بعد یهو میگه که بهنام تشکر. خیلی توصیه‌ای ندارم و اطلاقی میخواستم بکنم، ولی به نظرم هنوز میتونم امیدوار باشم به شهر. متشکرم. متشکرم. آماده این داریم برای ترن بعد؟ yes. همگی آماده این؟ اما هنو کار داریم. و اما راینهارت، راینهارت موفق شد با شناسایی نقش سرکار خانم شبنم قلی‌خانی ایشون رو از بازی بیرون کنه. میدونید که شما چون با شناسایی راینهارت از بازی خارج شدید وصیتی ندارید. تشویق بفرمایید سرکار خانم قلی‌خانی رو. با احترام بسیار سرکار خانم. و حالا باید استعلام وضعیت بدیم. میدونید قبلی ها استعلامشونه که میدونید چه خبره دیگه، یه گشتاپو بیرون بود، یه نجات بیرون بود. هفت تا گفتگو خرج شده، بنابراین چند تا گفتگو باقی مونده در بازی؟ هفت تا مصرف شده؟ بله، سه. درست؟ تعداد شلیک هایی که تا الان انجام شده 4 تاست. تعداد اسلحه دست گرداننده 0 و استعلام دو نفری که از بازی بیرون رفتن. یک نفرشون که از گروه نجات بوده راینهارت تشخیص داده و رفته، اما آن دیگری هم از گروه نجات بوده. سر صحبت آقای تشکر بودن، درسته؟ 1 2 3 آقای سروش جمشیدی سر صحبت هستن. در دور پنجم بازی بفرمایید. خب 1 2 3 4 5 6 نفر موندیم. 3 نفر نجات دادیم بیرون، 1 دونه گشتاپو، 3 تا گشتاپو الان تو بازیه، 2 نفر نجات، 6 نفریم، 3 تا نجات الان تو بازیه. حواستون رو خیلی جمع کنین. من پشت دست شما بازی میکنم آقای عزیزی. خانوم دهقانی 100% از نظر من، اطلاقم نمیدونم میتونم بکنم یا نه، اگر اسلحه، نه با اسلحه هم نه، ایشون چون با اسلحه هم به نظرم بیرون نمیره. در آستانه شکستیم، فقط اینو بهتون. متشکرم. خب ما الان آقای تشکر هم سفید بودن. الان دوباره چیز نکنی که من دارم تحلیل میکنم، به خاطر که خود منم مثل خیلی از شماهای الان گیجم که چطور. یعنی آقای تشکر به من گفتن که تو با این شلیکت به نجات شدی سیاه، و الان خودشون اومدن سمت منی که سفید بودم و دوباره اون حجمه رو ریختن رو من و گفتن تو سیاهی، و ما واقعا فکر میکردیم که ایشون سیاهی بازه. من هنوز گفتگو دارم و میخوام گفتگو کنم. من به عباس جمشیدی خیلی درصد بالا مشکوکم، به خاطر اینکه به من شلیک کرد. من با خانم
اون دور نتونست، یعنی رد شد. خانم دهخانی که گفتگو کردم ایشون من رو دعوت کردن، حتی یه بار به اشتباه گفتن که خواستم بگم من گفتم ایشون بیان برای گفتگو، من هنوز گفتگو، و شما منو دعوت کردین، من باید به شما راست میگفتم و شما خودتون رو برای من سفید کردین، در صورتی که من اصلا نپرسیدم چرا من به شما شک کردم، به خاطر چی به شما شک کردم، به خاطر اینکه شما بدون اینکه مطمئن شین من میتونستم کسلر باشم دروغ بگم، همه اطلاعاتو به من دادن. کلام آخر. حالا کار نداری، الان چیزی که هست من میخوام گفتگو کنم. من الان خیلی زیاد و بالا روی عباس جمشیدی مشکوکم، به خاطر شلیکش و همه کارهایی که انجام داده، و تو سیاهی عباس جمشیدی، ولی الان میخوام گفتگو کنم با حسین رفیعی، تکلیفم روشن بشه. تایید میشه گفتگوی اول این دور، به اتاق 0900 میریم. تاکید میکنم آقای سروش جمشیدی، اگر آقای حسین رفیعی خلبان یا کسلر باشن، حق دارن در این گفتگو دروغ بگوین. در خدمتم. یه بار دیگه لطفاً تکرار بفرمایید. فایده چیه؟ حت میزنم. مسیو؟ مسیو غمگینه. Je comprends pas. Je suis désolé. I am غمگین. Vous voudriez quelque chose? Non. Non, rien? Non. Ça va? آقای جمشیدی، آقای رفیعی، لطفاً هیچ دیتایی از اتاق 0900 به داخل بازی نیاد. خانم مهرابی، نوبت صحبت شماست. چالش نمیخواین؟ من بفرم. آقای عزیزی، دوست ندارم بگم، ولی من فکر میکنم شما همه ما رو دور زدید. به خدا بازی سوگند نده. بله بله، به جون خودم. آقا شما... سوگند اونم دیگه، قسم که فقط به خدا. باور کن بجون. بله باور کن که تو داستان. شما با خانم قلی‌خانی رفتین صحبت کردین، وقتی برگشتین، وقتی که شرایط اضطراری شد، خانم قلی‌خانی رفتن بیرون. چرا؟ شما از اول بازی رو تمام آدم‌هایی که می اومدیم میگفتیم آقا اینا از نظر ما سیاهن، اینجوریان، فلانن، رأی نمیدادین، هی اینجوری میکردی. چرا؟ خیلی خوب داری بازی میکنی، هممونو گیج کردی، هممونو دیوونه کردی، اصلا معلوم نیست داری چی کار میکنی. هنوز نمیتونم بهت بگم تو چیگی، ولی متشکرم. یه خورده روت مشکوکم. سپاسگزارم. چقدر خوشحالم که به شما چالش دادم آقای جمشیدی، که حرفای شما رو بشنوم. شما موافقین؟ خب من به آقای تشکر یه مقدار شک کردم، ولی بهشون رأی ندادم. به خانم دهخانی رأی دادم اون شب، که خب متاسفم از اینکه آقای تشکر رفتم بیرون. اصلا منتظر چیزی نباشیم. آقای رفیعی، آقای جمشیدی فر، اما در رأس کسلر. کسلر، تمام. متشکرم. خب خیلی جالب شد، همه چی قشنگ و واضح. وصیت مرگ نمیاره، ولی در مورد گفتگوتون حق صحبت. بله بله بله. خانم مهرابی در ابتدای صحبت بلند میشن، آمار میدن، 6 نفر در بازی مونده، چند نفر، 3 نفر گشتاپو. شما چطوری اطلاع داری؟ شما از چی اطلاع داری که ما اطلاع نداریم؟ چرا تقسیم که از کجا میدونید که گشتاپو یک مشتری رو خریداری کرده که گشتاپو به 4 نفر رسیدن؟ این همه اطلاع و آگاهی از کجا میاد خانم مهرابی؟ و بعد بدونی، یعنی الان که احساس
امنیت کردید، از اینکه به راحتی میتونید پارتیزان ها رو از بین ببرین، دست به کار شدین که گروه پارتیزان ها رو کمتر بکنید که خیلی سریعتر به نتیجه برسین. شما که از ابتدای کار یه دفعه اومدی سمت من و بعد رفتید، من که صد پارتیزانم بود آقای سلیمانی، چرا دارید این همچی بازی رو انجام؟ از شما بعیده خانم مهرابی. من فکر میکنم دوستان اگر که اگه من بگم نه نه بفرمایید کلام آخر، یعنی بفرم خانم مهرابی، اصلا نمیدونم واقعا از لحاظ شما من اون نقشم یا شما با ایشون رفتی ایشون رو سفید میکنیم آقای عزیز رو سفید میکنیم من به شما شدیم. شلیک خانم مهیا دهقانی به خانم آشا مهرابی اعلام وضعیت اضطراری، اعلام وضعیت اضطراری، وصیت خانم مهرابی برای دکتر. من فکر میکنم که دکتر انقدر باهوش بود که اگر بود منو نجات بده. اینه که حرف خاصی ندارم، انشالله که خدا منو بیامرز. پزشک ذهنیتونم به ما نشون بدید. دکتر پاسکال، خانم مهرابی در بازی بماند یا برود؟ سپاسگزارم. اعلام وضعیت عادی. شلیک سرکار خانم مهیا دهقانی به سرکار خانم آشا مهرابی نتیجه نداشت. ایشاله که خدا من بیامون. و ادامه بازی آقای عباس جمشیدی فر بفرمید. خب من فکر میکنم که تکلیف بازی معلوم شده. من درباره گفتگوم که نمیتونم حرفی بزنم، ولی قشنگ دیگه یه ذره باید آقای عزیزی دقت کنیم و حواسمون جمع باشه. خانم مهرابی حواسمون جمع باشه لطفا. و الان دوتا گشتاپوی صد بازی معلومن. آقای گوش بده. چی؟ اون چیه؟ الان بگم چیه؟ آقای عزیزی لایک دیس لایک بفهم. قطعا بهتره که نگم چیه. آقای عزیزی اعتماد کنیم، ما که دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. خب ما نجاتا هیچی برای از دست دادن نداریم، اعتماد کنیم. خانم دهقانی اشتباه کردن که خانم مهرابی رو زدن، هیچ اشکال نداره. سپاسگزارم. خانم من بگم اینو بگم بفرمایید اینو بگم خانم دهقانی گشتاپوی بازیان، اعتماد کنین و با رأی بدیمشون بیرون. لطفاً با رأی بدیمشون بیرون، چون آقای جمشیدی که گشتاپوان اسلحه ندارند، ایشون هم ندارن، ولی ایشون رو با رأی بدیم بیرون. خب و این ترن عوض شه تا من بهتون بگم. سپاسگزارم. اعتماد کنیم لطفاً آقای جمشیدی، خواهش بکنم عزیزی خانم اعتماد کن. آقای جمشیدی من به شما اگر سکوت بدم هم حق رأیتون رو میگیرم. نه آره. من پس وقتی میگم کلام غلط. آخر کلام آخر یک جمله دیگه بگم. نه دو جمله الان دوباره کرد. آقا گفتی کلام آخر. گفتم وقتی میگم کلام آخر. وقتی میگی کلام آخر. بله اونو چند مثلا خوبه. چه داستانی دارم من باید بفهم. خیلی بدن اینو بزیش بفرمایدو. من واقعا نمیدونم الان این اتفاقاتی که افتاده اصلا چه شکلیه. ایشونو به ایش شلیک میکنیم، حالا پزشکو نمیدونم تشخیص میدن چی میشه، هستن تو بازی.
ایشون بهشون شلیک میشه، هستن تو بازی. آقای عزیزی هیچ حرفی نمیزنه، نشسته یه گوشه، اصلا نمیفهم. حسین رفیعی همه رو اینجوری میکنه، من نمیفهم، من واقعا نمیفهم. من میخوام با شما صحبت کنم. پلاک گفتگوی 0900 تایید میشه. آقای عباس جمشیدی، سرکار خانم محیا دهقانی، اگر خانم دهقانی کسلر یا خلبان باشن، حق دارن در این گفتگو دروغ بگویند. من در خدمتم. چرا زدی؟ چرا آشوری زدی؟ من میخواستم برای کلتیزم. اشتباه کردی آشوری زدی؟ نمیم. متشکرم. لطفاً هیچ دیتایی از اتاق 0900 به بازی نیاد. متشکرم. این رو حواستون باشه خانم دهقانی. بفرمایید. آقایون، مگر من انقدر خنگم این همه دارم صحبت میکنم، میگم ایشون با ایشون میره تو گفتگو، یه نقشی داره اینجا بالا گرفته میشه، مگه من نمیفهمم کرتیس کیه؟ مگه متوجه داستان نیستم آقای کرتیس یا خانم کرتیس؟ که خانم کرتیس نیستین. من شما رو زدم به خاطر شما کسلر بازین. میخندین؟ شما کسلر بازین. من نمیتونم تشخیص بدم کرتیس بازی رو؟ من اسلحه‌ام خرج میکنم برای کی؟ کلام آخر. متشکرم. بفرم. واقعا من نفهمیدم تو چی میگی عباس. من با شبنم قلی‌خانی رفتم مذاکره، صحبت، گفتگو، نقششو تعیین کردن، فهمیده راینهارد بیرونش کرده، نقشش یه چیزیه که شو شده، همه چیرم من الان میدونم. آقا به حرف من بکنید دیگه الان. آقا شما مگه نمیگی با من بازی میکنی؟ شما مگه نمیگی با من بازی میکنی؟ بازی میکنی با من یا نه؟ امتحان کنید. من اصلا اشتباه میکنم. رأی بگیرید برای این خانم. اس بیارید لطفا. خانم دهقانی، رأی بگیرید. رأی بگیرید. اگر قبول میکنید، نمیکنیدم که همینجوری ادامه بدید. من یه گفتگو دارم، بعد رأیمو میذارم برای اون گفتگو. متشکرم. من با شما بازی میکنم آقای خداداد، ولی اجازه بدید نتیجه گفتگوها بیاد. نتیجه گفتگو خیلی بازی رو مشخص میکنه، خیلی ساده تر از این حرفا بازی رو مشخص میکنه. چرا عجله دارید؟ نکس بدیم دست بعد، همه نکس بدیم، رأی گیری کنیم، هر کی نکس داده بگیم گشتاپو. کاری نداره که. متشکرم. با توجه به اینکه خانم دهقانی شلیک به خانم مهرابی کردن، بنابراین وضعیت اضطراری نمیریم. دور خواهد چرخید. سر صحبت آقای جمشیدی بودن، 1 و 2 و 3 آقای جمشیدی فر سر صحبت، انتهای صحبت خانم دهقانی. من نکست میدم، رای بگیریم. مرسی. چرا نکس بدیم رأی ندیم؟ چرا رأی ندیم؟ باید تا رأی همینجوری نکس بدیم تا پس فردا. الان دوره بعدیه دیگه، تا کی ما باید نکس بدیم؟ رأی بدید بهش، حتی به غلط. اگر به غلط باشد یه چیزی گیرمون میاد، گیر من میاد. سپاسگزارم. نه به هیچ کسی چالش. آقا اصلا چرا چالش نداریم بازی. چرا دارید اشتباه بازی میکنید؟ همه چی معلوم شده. من گشتاپوی صد بازی رو باهاش رفتم، در گفتگو برام مشخص شده. گشتاپو بغل من نشسته، بازی رو داریم میبازیم. من به ایشون شلیک میکنم.
و میدونید که شلیک دوم به آقای سروش جمشیدی است و ایشون بدون وصیت، بدون شانس سیو دکتر جمع ما رو ترک میکنن. ایشون رو تشویق بفرمایید. آقای جمشید لطفاً بنشینید. سپاس بسیار. ارادت دارم. با لایک و دیسلایک به من جواب بدین. شما ایشونو بردین به گفتگو. احساستون چیه راجع بهشون؟ ایشون به نظرتون کسلرن یا کسلر نیستن؟ اگر کسلر هستن لایک بدین. من و شما موندیم. نکست. وای خانم مهر، من میتونم در باره گفتگو منو صحبت کنم؟ بله. شما بنده رو بردین اینطوری میکنین؟ یعنی چی اینطوری میکنین؟ آقا یعنی چی اینطوری میکنین؟ خانم مهرابی از ایشون نظر میپرسین بعد میگین من و شما موندیم؟ بشینم برای چی باید بشینم؟ اجازه بفرمایید. این بازی تموم میشه like بعدش متوجه میشین. مهمم نیست. سپاسگزارم خانم دهقانی. انتهای صحبت. شما سر صحبت بودید دست قبل. درسته. 1، 2، 3 سرکار خانم آشا مهرابی بفرمایید. نه الان حبسش. بله. بله بله. زود میچرخه دیگه. خب. خوب در گشت و پوها دارن شلیک میکنن که ما فرصت رای گیری نداشته باشیم که کسلرشون بره بیرون. آقای جمشیدی فر، شما با ایشون تشریف بردین گفتگو، درسته؟ احساستون چیه؟ کسلر هستن یا نیستن؟ خیلی خب، من احساسم اینه که من و شما میدیم. خانم چرا حرف تازه‌ای نداریم؟ یعنی چی باز دوباره من و شما موندیم؟ آقا شما منو بردین، مگه میشه؟ آقا شما مگه کرتیس بازی نیستین؟ من مگه میشه به اشتباهی شلیک کنم؟ الان شما باید تصمیم بگیرین، تصمیمتون رو بگیرین. مرسی. با رأیم این کارو نکنین. تصمیم بگیرین. ممنون. آشا من با ایشون رفتم صحبت کردم. اوکی. ایشون تو داری میگی که کسلر بازی هست یا نیست؟ نیست، ولی گشتاپو هست. و تو کسلر بازی، چرا داری الکی داری فیلم بازی میکنی اینجا؟ یه دونه تیر خوردی الان نشستی سر جات. چرا اینجا نشستی هیچی نمیگی؟ آقا داریم میبازیم، تموم شد. اگر تو واقعا نجاتی پس چرا شلیک نمی کنی؟ رأی بگیریم بنزیمش بیرون، بعدم ایشونو بنزیم بیرون. سپاسگزارم آقای خداداد عزیزی. اصلا دوست ندارم شلیک کنم، اصلا دوست ندارم شلیک کنم. من شما رو میبرم اتاق. سپاس گذارم. تایید میشه. پلاک 0900 آقای خداداد عزیزی. تو رو دوست دارم. با چک و لگت عباس جمشیدی به اتاق 0900 رفت. آقای جمشیدی اگر کسر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگویند. بفرمایید. شما ساید سفیدی؟ تایید نمیشه؟ سیاهی؟ تایید میشه. بفرمایید. کارش ندارم دیگه. با
با سپاس بسیار نوبت صحبت آقای حسین رفتی. خب الان وقیده من انقدر همه چی بی خودی داره کشدار میشه، من نکس میدم ببینم گفتگو آقای عزیزی به چه نتیجه میرسه، بعد خیلی ساده میتونیم رأی‌گیری بکنیم و همه چی مشخص. سپاسگزارم. اعلام وضعیت اضطراری. میدونید که راینهارت ابیلیتیش رو استفاده کرده، بنابراین از سر صحبت سرکار خانم آشا مهرابی رأی‌گیری میکنم. سرکار خانم مهیا دهقانی، آقای عباس جمشیدی، آقای خداداد عزیزی، آقای حسین رفیعی، اعلام وضعیت عادی و خروج یک نفر دیگه از کافه ما. خداحافظی میکنیم با آقای خداداد عزیزی. آقای خداداد عزیزی وصیت بفرمایید و جمع ما رو ترک کنید. فقط وصیت؟ بله. تموم شد بازی، وصیتی ندارم دیگه. تشویق کنید آقای خداداد عزیزی رو. سرکار خانم مهرابی میشه تشریف بیارید اینجا بیستید؟ چرا منو نزدی؟ خانم نقشتون رو بفرمایید. من خلبان بودم. دعوا سر شما بود. بله. اجازه بفرمایید. بازیکنان دیگر حاضر در بازی گشتاپو هستن. نه! اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. آقای خداداد عزیزی، مشتری خریداری شده توسط ساید نجات، اگر شما جمله های خانم مهرابی رو متوجه می شدید، می گفت فقط من و شما موندید، یعنی من و شاد کن بازی رو ببر، اما شما این کار نکردید. چرا کیک نکردید؟ در رأی گیری اصلا کیک نداره. دو نفر جمله، دو نفر نجات داره معرفی میکنه، کیک نداره. نگرفتم. با توجه به اینکه آقای خداداد عزیزی تنها صاحب اسلحه تیم نجات از بازی بیرون رفتن، تبریک به گشتاپو که بازی رو بردن. یس 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 باریکالله مشتریه خریدار شده من آره تو خیلی نامردی، خیلی نامردی، خیلی نامرد. نه بابا نجات بودم. مرسی رامین، به جون تو من دیدم تو شو شدی، مجبور آره شدم زدم ات. منو برد تو اتاق. بریم عقب. منو برد تو اتاق. گشتاپو خوبی بودی. یه بار دیگه بغل تو هم نیا. تو خیلی خوب گول زدی آخر سر خدا دادو. یعنی گفتی سیاهه، خودت شک کرد که خانم مهرابی کسلره. برای همین نظر. نه خوب علی گشتاپوه. آقای سروش جمشیدی عزیزم، تو کارت تو بلیت گفتگو تو پلاک تو برای این خرج میکنی؟ ببر خلبانو مسلح کن از سایه دست گردان. با کی رفیق هست؟ بدتر فرقی نداره. شما خلبانو تو مسلح کن، اسلحه دست گرداننده است، تو کارت داری ببر مسلحش کن، تفنگ بده بهش. من میگم خدا یکی منو ببره، هی کارتشو میدادم. من برام مهمتر بود که تو خودت هم میتونستی. آره سیم کارت های ایرانسل با پیش شماره 0900 او نداره. 0900 فقط یه شماره روند نیست، بلکه بیانگر یه جور هویت شخصیه، نشانه سبک زندگی خاص و متمایز. این سیم کارت ها علاوه بر خوش آهنگی شماره، اولا دائمی هن، در ثانی کلی خدمات ویژه دارن، از جمله یه بسته مکالمه رایگان ماهانه 900 دقیقه‌ای، یه بسته پیامکی 900 تایی ماهانه و تا 280 گیگابایت اینترنت. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر کافیه کد دستوری 3900 مربع رو شماره گیری کنید یا به آدرس 900.ir مراجعه بفرمایید. 0900 سیم کارت نسل متمایز. با بچه ها نمیبینم بگم جاتون خالی داریم ارچه سری بازی میکنیم، خیلی خیلی باحاله و بازی بسیار حساسه. رسیدیم به یک جایی که واقعا تشخیص این که کی پارتیزانه کی گشتاپو
ولی تمام تلاشمون رو می‌کنیم که اون سایه دیگه من توش هستم برنده شه. گشاپو رو بازی می‌کردم که خیلی نقش بدیه، گشاپوی عادی. از این لحاظ که وقتی دعوت میشی تو اتاق بلند راستش رو بگی، برای من هم همین اتفاق افتاد. تمام تلاشم کردم دروغ وارد بازی کنم که کوروش دروغ میگه، اما خب یک اشتباهی کردم. من باید از اصلا هم استفاده میکردم و کوروش رو میزدم تو جایی که سیو نداشت. اما از جایی که دکتر رو تشخیص دادم و سیو تو بازی موندم، فکر کردم که بقیه شکشون از روی من بره کنار و منو نزدن که خانم قلی خانی زد. اما کلنگ شاپو رو دوست ندارم، ولی فکر کنم میبنیم. این پارتیزان ها تو کافه خیلی به هم ریختن. بریم ببینیم چه خبر. بازی مسخره، کثافت، حالم هم داره به هم میخوره. من رفتم. آقای عزیزی چرا شلیک نکرد؟ متوجه حرفاش نشدم. همونی که خودم میگم با توجه کنیم، به حرفاش توجه نکرد. خدا داد مرسی. خانم مهرابیه با دیگه اون جمله تنهاییتون رو بگید. من چند بارم تکرار کرد تفلک. من انقدر دوره های قبل به هم دروغ گفت که دیگه حرفاشو باور نمی کنم. آشارو من عذرخواهی میکنم واسه همون کسایی که بچه دروغ بینده مادمان. من دوست ندارم اشتباه باشم، بعد اینکه هی نجورم دروغ سالم پارتیزان باشم که حقیقت بگم، ولی چک کنم. خانم دهقانی، بله، نظرتون؟ خیلی مثبت، عالی بود. گشتاپا عالی بودن، پارتیزانام، نجاتام خیلی تلاششون رو کردم. منم جای اون رو بودم، شاید اشتباه کردم. من شما راینهارت؟ نه خیلی، من کسلر بودم. مرسی. اصلا اونجا من ناراحتی ایراد اینو که زود تشخیص میدی اینه که خیلی سریع هم پروندت بسته میشه. من درستی رامین رو تشخیص دادم. رامین سعی کرد با سفید جلوه دادن بهنام تشکر اونو به سمت خودش بکشه، که من البته این اشتباه رو کردم و فکر کردم واقعا بهنام با اوناست. گفتگومون هم اون جوری که باید صحبت نکرد، این شک رو تشدید کرد. توجه می‌کنی؟ و در هر صورت فکر می‌کنم حسین رفیع خیلی، البته مشتری خریداری شده بود، ولی به نظرم مثلا آقای جمشیدی میتونست گلولش رو خرج من نکنه. خجلم صحبت چی بکنم؟ خود فرماسش خجلم. یعنی گلوله تو حفظ میکردی؟ ببین هم یه رای بگم، دلیلم رو بگم. روشتم رامین راستاد با بهنام تشکر رفت گفت. بعد شما با رامین راستاد رفتی گفتید. خب اوکی، شما به رامین راستاد شلیک کردی، ولی من نمیدونستم بین رامین و بهنام چه اتفاق بود. بعد گفتم خب شاید خودی زدیم، شاید شما به رامین زدی که داستان یه جور دیگه بشه. من شک کردم به شما. بعد شما یه طولانی با خود بهنام رفتین گفتگو. اونجا رفتم بهنام و متأسفانه سایدش رو به من میدونی. ببین من اشتباه زدم به شما، ولی از ذره که به شما زدم یه آشوبی به پا شد. یعنی یه آشوبی به پا شد. بعد خود بهنام اومد کلن گرفت طرف من. میتونست روشن تر صحبت. خب هم من دیگه اومد به من اعتماد کرد. من واقعا میدونم. کوروش سلیمانی رفته تو گفتگو با رامین راستاد، به این نتیجه رامین گفت من سیاه بازیام. پا شده چالش گرفته، فورس تارگت کرده رامین رو تو اون مسیر. همش دکتر و مهندسن، هیچ کدومشون تفنگ ندارن. چرا نمیزنن رامین راستادو؟ چون رامین راستاد گشتاپو است، یاراش هم تو این مسیر نشستن، واسه همین نمیزننش. بنابراین اصلا نباید به کوروش شک کنه. آقای عزیزی اگر تک نجات بازی خلبان رو شات میکردن، باز نجات بازی رو برده بود متاسفانه. البته من متاسفانه که دارم میگم، منظورم این نیست که من طرفدار ساید نجاتم. منظورم اینه که وقتی فرصت خوب از دست میره آدم دلش میسوزه.
مشکل این بود که آقای تشکر وقتی به سروش جمشیدی حمله کرد، سروش هم طبیعتاً آقای تشکر رو تارگت کرد، چون کورتیس لایک آقای تشکر رو دیده بود فکر کرد که کس داره و گشتاپو چی از این بهتر میخواد؟ بره تو رأی‌گیری وضعیت اضطراری، چشم بسته، رأی رو بدن آقای تشکر سفید بازی رو بکنن بیرون، سروش جمشیدی عزیز دل منو بذارن لایده. نظرتون در مورد جمله طلایی خانم مهراب هستون که منو تو موندی؟ خیلی آدرس خوبی بود، ولی دو تا اتفاق شاهکار افتاد. یکیش عباس جمشیدی پاشور بود، گفت خانم دهقانی کسلر نیست چون تو اتاق به من گفت من سیاهم. اینجا خداداد و دول زد و بعدی اجماع درجیه که گشتاپا تو وضعیت استرالی و رأی دادن به تنها مسلح بازی نرفتن سراغ این که رو کس دیگه ای امتحان کنن، با اینکه کسلر بازی علل اصول باید ناآگاه بود ولی خوب بیاراش شناخت و این اجماع نتیجه گفتگوهای خوب، حواس جمع بازی کردن. من متاسفم وقتی یکی داره حرف میزنه بقیه دنبال چالش رزرو کردنم. بابا گوش کنید به حرف اون. کسی که داره حرف میزنه و یکی به نل میزنه، یکی به میخ میزنه، به نظر میرسه داره وانمود میکنه چیزی رو نمیفهمه، لزوماً گشتاپوی بازی نیست. اون مشتری بازی میتونه باشه، مشتری بازی میتونه باشه که سایت نداره، هی داره یکی به نل میزنه، یکی به میخ، یکی برش داره ببره مسلحش کنه. بنابراین فورس تارگت گشتاپو نکنیدش. اون به احتمال خیلی زیاد میتونه مشتری هم باشه که تا این لحظه سایت نگرفته، واسه همین منفعله. این همون حرفی که سروش زد به خدا داده عزیزی، گفت تو داری منفعل بازی میکنی ولی بقیهش رو نگفت یا پلاکش رو خرج نکرد. سروش جمشیدی یه کار دیگه هم میتونست بکنه به جای اینکه پلاکش رو خرج حسین رفیعی بکنه و چیزی رو که تقریبا مطمئنه بره تو اون اتاق تایید بکنه، کاش خانم مهرابی رو میبرد تو اتاق و خلبانش رو مسلح میکرد. اینا فرصت های از دست رفته گروه نجات بود که در نهایت منجر به باخته شد، گرچه تا ثانیه پایان فرصت برد داشتن و درخشان بازی کرد گشتاپو، فوق‌العاده بازی کرد. یار اول تو گفتگو از دست دادی، اومده بیرون دبل شات شده رفته و به نظرم گشتاپو خودشو نجات داده امروز. گشتاپو خیلی خوب بازی کرده. میشه این همه بندازی؟ بله. 3 2 بیننده های خوب ارتش سری، مسابقه پیشبینی داریم. به نظر شما در مسابقه بعد گشتاپو ها میبرن یا گروه نجات؟ به 3 نفر از کسایی که پیشبینیشون درست از آب در میاد به قید قرعه 3 تا جایزه ویژه تقدیم میکنیم. برای شرکت در این پیشبینی کافیه کد دستوری 3900 مربع رو شماره گیری کنید یا برید به آدرس 900.ir. 0900 خط نسل متمایز. اون طرف دار دیوونت که میتونی روش حساب کنی، منم من همونیم که تو شادیات که نه رفیق تو غمم، من تو رو نمیشکنم. خوشم میاد میدونی جونم و پاد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل من چشمای ابری داری، راز منو تو قلبت یکم نگه میداری، یکم نگه میداری. فدا شدن به خاطر
تو که خود قلب منی، تو که به خاطر من است تموم دنیا میکنی. فدا شدن نیست که دیگه چشم بندی روی من، خوبی هنوز تو حافظم، برای حال خوب تو هر کاری برمیاد ازم، هر کاری برمیاد ازم به خاطرت. میکشی آخرم منو تو با دلت، خوشم میاد میدونی، جونم و پاد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل من چشمای ابری داری، راز منو تو قلبت یکم نگه میداری، یکم نگه میداری.